شب صدای واق سگ‌ها رو شنیدم. به شوهرم گفتم ببین اینا رفتن مسافرت و سگاشون رو تو خونه تنها گذاشتن. باید یه کاری بکنیم. چند شبی اوضاع به همین منوال بود. تابستان گرم 1371. قتلی در این خانه در حومه شهر بن در آلمان رخ داد که هنوز سوال‌های زیادی درباره آن بی پاسخ مانده است. از شاهدان این قتل دو سگ بودند. هر کاری که بکنند و هر چیزی که بگویند ما بالا می رویم و حرف می زنیم و هیچ کسی نمیتونه من رو خفه بکنه. سعدی میگوید شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. من از بین نمیرم چون من کسی نیستم که از بین برم. ایده ما هست. پنجشنبه شب گذشته پلیس فدرال آلمان اعلام داشت که فریدون فرخزاد، شومن ایرانی، در آپارتمان خود در بن به قتل رسیده است. رئیس پلیس جنایی بن که رولف مولر نام دارد گفت که فرخزاد دوشنبه شب گذشته توسط دو تن که به عنوان مهمان به منزل او آمده بودند به ضرب چاقو به قتل رسیده است، ولی جسدش سه روز بعد در اثر سر و صدای سگ‌های او در منزل زندانی بودند کشف گردید. سلام. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. بفرمایید. شیرده تر از مهمون رفتم بیادبی. خواهش میکنم. از همه مهمتر اینه که چیه؟ مرتادم اینو داد به من. جزء کتابا بود. ببینید این از روزی که خارج شده همه چی نوشته. اگه بخواهیم میتونیم بخونیم. دفتر خاطرات من بعد از آن که از وطنم رفتم. دفتر خاطرات من بعد از آن که از وطنم رفتم و در غربت آنقدر تنها شدم که از تنهایی مردم. فریدون فرخزاد. این دفتر خاطرات فریدون فرخزاد، هنرمند، شاعر و دکتر علوم سیاسی است که بیشتر به عنوان شومن میشناسندش. اینها روزنگارهای فرخزاد بعد از ترک ایران از سال 1361 هستند. دفتری که بعد از قتل او پلیس آلمان در خانه اش پیدا کرد. کمتر کسی آن را خوانده. و اینها بخشی از وسایل شخصیش است که همراه دفتر خاطراتش سالها در خانه سعید بهنژاد در شهر بن نگهداری می شد. سعید بهنژاد جزو آخرین بازماندگان نسل فروغ و فریدون فرخزاد از کوچه خادم‌آزاد تهران است. او دوست صمیمی مهرداد فرخزاد، برادر کوچکتر فریدون است. از اولین کسانی که بعد از قتل فریدون وارد خانه او شدند. به رغم گذشت سه دهه، پرونده این جنایت همچنان باز است و قاتل یا قاتلان ناشناخته ماندند. اما حالا رادیو فردا در پی تحقیقاتی که دو سال به طول انجامید موفق شده با دستیابی به اسناد و مدارک معتبر و در گفتگو با منابع مطلع برای نخستین بار در این مجموعه سه قسمتی بسیاری از نکات تاریک این پرونده را روشن کند. خونه رو کلید و کلید که به ما دادن و گفتن اون مهره رو بکنین ولی نگه دارین به ما بدین، پاره پوره نکنین، دور اندازون. گفتم چرا. وقتی که خواستیم بریم تو گفتم مرداد شرکت کردن توی بعضی کارا حرف در میاد و من دلم میخواد که قبل از این که وارد خونه بشیم از همه جای خونه فیلم برداری بشه. در رو باز کردیم، اول دوربین، بعد مرداد، بعد من.
وارد خونه شدیم بوی تعفن، بوی تعفن اصلا گفتنی نیست بود. برای اینکه جسد پخته شده بود توی آشپزخونه، خونه کوچیکی بود، از اینجا کوچیکتر بود خونه فریدون. به قول خودش از زمان دانشجویی فقیرانه تر زندگی میکرد. وقتی که قرار شد دیگه همه چی رو ما جمع کردیم، مهمترین کار توی آشپزخونه بود، باید خون زیر کابینت های آشپزخونه رو گرفته بود. من و پژمان حداقل 10 ساکای به این بزرگی خون و چربی از زیر این کابینت ها با چه تعفنی کردیم این تو و دادیم بردن انداختن توی سطل آشغالی. چه کسانی او را کشتند و چرا پرونده قتل او هنوز باز است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها به برلین پایتخت آلمان می رویم. مکاتبات ما با مقام های امنیتی و قضایی آلمان هر بار با پاسخ منفی روبرو می شود. این پاسخ پلیس جنایی آلمان است. درخواست شما مربوط به پرونده‌ای باز است. لطفاً پرسش‌های خود را به دادستانی کل ارسال کنید که نهاد زیربط در این مورد است. و این هم پاسخ دادستان کل آلمان. امیدوارم درک کنید که نمی‌توانیم تقاضای شما را مبنی بر ارسال مدارک مطالبه شده بپذیریم. طبق قوانین آلمان تنها اعضای درجه 1 خانواده مقتول می‌توانند به پرونده قتل دسترسی پیدا کنند. از میان خیشاوندان درجه 1 فریدون فرخزاد فقط رستم، تک فرزند فریدون، زنده است. او را در آسایشگاهی در شهر مونیخ پیدا می‌کنیم. اما رستم می‌گوید به دلایل شخصی علاقه‌ای به پیگیری پرونده قتل پدرش ندارد. وقتی با درهای بسته مواجه شدیم به اینجا آمدیم. بوندستاگ، پارلمان آلمان. This is a very bizarre case for them, I think. I also tried to get. فکر می‌کنم این یه مورد خیلی غریبی براشون باشه. منم تلاش کردم به پرونده یا به اطلاعاتی درباره اون دسترسی پیدا کنم. هر بار که درخواستی فرستادیم، گفتن پرونده مفتوحه، بنابراین هیچ راهی برای دریافت اطلاعات وجود نداره. اما کافیه چند سال پیگیر پرونده قتلی که سال 1992 در بن اتفاق افتاد نشین. بعد اونها پرونده رو می‌بندن و تحقیقات هم هدر میره. واضحه که در این مورد فشار سیاسی وجود داره تا جزئیات پرونده روشن نشه. پرونده‌ای که میتونه برای بعضی افراد در دو طرف خیلی زیانبار باشه و البته به روابط ایران و آلمان هم آسیب وارد کنه. و ما میگوییم به خاطر وطنمون میستیم و مبارزه میکنیم و از 4 تا حزب اللهی ابله هم نمیترسم. میخواین بزنیم بیاییم؟ بفرمایید. اگه مردیم بزنیم برای آیت محققی و برای افسران ارتش شاهنشاهیمون، افسران نیروی هوایی شاهنشاهیمون میخوانیم. هم رزمانم انسان بودند و آزاده، مردان و زنانی با غیرت و ساده، در طغیان وطن خود را جلا داده. او هم رزمانم کفنهاشان پرچم سرنگ ایران، فکرشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را میبرد به میدان. به ما هیچ چیزی نگفتن. من فقط گاهگاه تا زمانی که مهرداد بود میرفتیم که آیا اطلاع جدیدی داریم به ما بدیم؟ گفتم که نه. یه روز که من تنها رفته بودم، بعد از اینکه مرتاد رفته بود ایران، گفتم که اینجوری اینا نگرانن، به حال دلشون میخواد. منم به شخصیت کنجکاوی ندارم، به من مربوط نیست، ولی
باید به اونا جوابگو باشم که گفت آجا به شما ایرانی ها نمیشه چیزی گفت. هرچی که بگی نیم ساعت بعد تمام تلفن ها در تمام دنیا کار میفته و ما در حال تحقیق هستیم و این جلوی تحقیقات رو میگیره. ما به شما هیچی نداریم بگیم تا زمانی که دقیقا بدونیم و تا آخرش هم به ما هیچی نگفتن. دیگه آخرین بار همین آقای چتل به من گفت که دارن پیگیری میکنن رابطه این قطر رو با اون جریان کافه میکنوس تو برلین که چند تا از رهبرهای کرد رو ترور کرده بودن. 26 شهریور 1371، یک ماه بعد از قتل فریدون فرخزاد، رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین در مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ترور می شوند. بعد از 5 سال دادرسی، دادگاهی در برلین مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را آمران و طراحان این ترور معرفی می کند. یک شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه ایست. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص. پرویز دستمالچی بازمانده این جنایت است. در خود دادگاه چیزی گفته نشد، ولی در گزارش کمیسیون ویژه میکونوس که در اداره آگاهی آلمان تشکیل شده بود، یک پاساژی وجود داره، یک تکه‌ای وجود داره در رابطه با تشابه قتل فریدون فرخزاد با قتل‌های دیگری که توسط جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام گرفته. از جمله اشاره می‌کنه به نحوه کشتن دکتر بختیار یک سال پیشش و سروش کتیبه منشیش و نوعی رو که با کارت آشپزخونه اونا رو کشته بودن. تنها در بازه زمانی سال 1370 تا شهریور 1371 چندین چهره مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور هدف سوء قصد قرار گرفتند. قتل فریدون فرخزاد در میانه زنجیره‌ای از قتل‌های سیاسی رخ می‌دهد. اما در دادگاه میکونوس یک شاهد جنجالی هم حضور دارد. مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که با شناسه شاهد سی در دادگاه شهادت می‌دهد. آقای ابوالقاسم مصباحی رئیس ایستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در اروپا بود که آقای بنی صدر ایشون رو معرفی کرده بود به دادگاه میکونوس برای اینکه شرح جنایتکاری‌های جمهوری اسلامی رو بده و موردی که آقای مصباحی خودش در جریان بود و گفت دستخط آقای خمینی رو ترجمه کرده برای تروریست‌های الجزایری و مراکشی مورد من بود که به پلیس انگلیس گفت. البته دادگاه و پلیس انگلستان هم اون راست آزمایی مبادلاتی رو در مورد اظهارات آقای ابوالقاسم مصباحی به عمل آوردن و دقیقا جزئیات همونی بود که ایشون گزارش داده بود. شاهد سی یا ابوالقاسم مصباحی، رئیس ایستگاه اروپای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، کسی که در تمام این سالها زندگی مخفیانه داشته. آقای مصباحی در مکانی امن مقابل دوربین ما می نشیند. خود آقای حاجی خورسندی رو که معروف دیگه، خود من حکمش رو دریافت کردم که برم برای عملیات، فقط به خاطر اینکه سب پیامبر کرده بود. فقط نشون به صراحت سب پیامبر کردن حکمش رفت. یا مثلا در مورد آقای سرمان رشدی، روح الله خمینی آمده در کتاب نوشته که اگر مردی به پدر زن خودش تجاوز کرد باید غسل فلان بکنه. اون احمقی که از پهلوی زنش میره به بابای 70 ساله زنش تجاوز میکنه، او فقط یه آخوند میتونه باشه. بعدها دید که من برنامه‌ای دارم به نام میکروفون آزاد و همه درش صحبت میکنن، گفت علی جان منم میخوام بیام حرفم بزنم. به هر حال گفتم در بروی تو مثل همیشه بازه. فریدون، من خیلی متشکرم که چیزی به نام میکروفون آزاد در اختیار من گذاشتید. من اگر
خودم میخواستم خودم رو معرفی بکنم قبل از اینکه بگم جمهوری خواه هستم یا سلطنت طلب هستم یا فکر سیاسی دیگری دارم. من میگفتم که من یک انسان ایرانی آزاده هستم. کلمه آزاده رو ما خیلی من با اون نفحاشی که فریدون نسبت به شخص خمینی میکرد شخصم خب مخالف بودم، چون میدونید اصلا بار مثبتی نداره. شما موقعی که اونطور دهن دریدی میکنید با افرادی که در ایران آدم کش بودن، خودتونم جزو جرگه اونها میشین. من اون ویدیو رو که دیدم تا آخر دیدم تمام وقت وحشتناک بدنام میکرد رهبر جمهوری اسلامی رو. خب ما میدونیم کشور ایران کشور اسلامی است، اکثریت ملت ایران هم مسلمانه، توجه کردین؟ و این نوع فحاشی رو من تا آخر که دیدم گفتم این سند مرگشه. با این برنامه به نظر من با یه همچین برنامه دستور مرگش صادر شده. در کتاب نوشتن که 12 جا در اسلام برای عشق بازی حرامه. یک، حالا میدونیم علی کیه دیگه داد نزن. یک، زیر درخت میوه، قشنگترین جاست برای عشق بازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. آقا این چه دینی که همش با پایین تن و معده کار داره، همش شاش و نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا بل یه دویست از دستی رگروین اون گبرختت سامفره نیشت من گفلیشت ایسا تو دارمن اول دی این اون گبرخت آمن اون دست ویسیده از حد دیده و رگروین که مخون زر رگروین دست فکن و هرون زیاخت نیش کرده که برین یا دستیست آلیس بده آنانیم Einfach tot gestorben wird. Der hätte sie nicht gegen ihn. Aber weil die ihn getötet haben. Naja. به رغم آنکه گمانه‌های بسیاری درباره سیاسی بودن قتل فریدون فرخزاد مطرح می‌شود، آیا هیچ یک از مقام‌های آلمانی در طول این سال‌ها به سیاسی بودن قتل او اشاره کردند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ یک کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان می رویم. ویلهلم دیتل، روزنامه نگاری که در برگزاری دادگاه میکونوس نقش مهمی داشت. او در آرشیو شخصیش مدارک کمیاب زیادی دارد. البته دولت آلمان مطمئن نبود قتل فرخزاد سیاسی باشه، که به دست ساواما یا نیروی قدس یا هر کس دیگه‌ای انجام شده باشه، و تا زمانی که سندی نداشته باشن قصد ندارن تنش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان ایجاد کنن. فکر کنم مسئله به شخص فرخزاد ربطی نداشته باشه و به شیوه محتاطانه دولت آلمان برمیگرده. آلمان ها اون موقع خیلی درگیر پرونده میکونوس بودن و حدس میزنم نمیخواستن پرونده دومی هم باز بشه. این حدس منه. این برگه را پلیس بعد از قتل فریدون در محل زندگیش پخش میکند. در این برگه نام او فریدون مهرداد فرخزاد عراقی نوشته شده، به این دلیل که بعد از فرار از ایران، فریدون برای عبور از ترکیه به اروپا از گذرنامه برادر کوچکش مهرداد با کمی دستکاری استفاده می کند. بعدها فرانسه با همین نام و تاریخ تولد مهرداد برای فریدون گذرنامه فرانسوی صادر می کند. به همین دلیل در مدارک خارج از ایران سن فریدون فرخزاد 8 سال کمتر است. در اطلاعیه پلیس سن فریدون 48 سال نوشته شده، در حالی که او در واقع در زمان قتل 56 سال داشته است. چهارشنبه 10 شهریور، اول سپتامبر.
صبح امروز دولت فرانسه تقاضای پناهندگی مرا پذیرفت. حالا یک پناهنده سیاسی به کشور فرانسه هستم و شناسنامه و پاسپورت و تمامی اوراق هویتم فرانسوی است. وقتی که مأمور وزارت امور خارجه این اوراق را به دست من میداد، یک ثانیه به یاد آوردم که دیگر هرگز نمیتوانم به ایران برگردم و درد تمام وجود مرا فرا گرفت. میل گریه شدیدی به من دست داد که فوراً آن را کنار زدم و با لبخند از مأمور دولت تشکر کردم. به یاد آوردم که خمینی هم سالها در ایران نبود. خواست و خواستند که برگردد و برگشت. من هم میخواهم به خانه بازگردم. من باید به خانه بازگردم. من به خانه باز میگردم. بالاخره یک روز به خانه باز خواهم گشت. میگویند که در اون کشور فرهنگ سرکوب میشده. این حرف آقایون چپی ها است. اسلامی های احمق که اصولا فرهنگی ندارند، اگرچه میگویند دارند و دارند و زین العابدین بیمار رو به رخ ما میکشند به خاطر فرهنگی آورده. مولا محمد باقر مجلسی. آقای مجلسی باشه، ایشون چون معلم شخصی روح الله خمینی بودن، باشه بعدا خدمت ایشون میرسم. اونا اسلامی ها از فرهنگ خودشون صحبت میکنند و آقایون چپی ها از فرهنگ خلقی ایران که در اون زمان سرکوب شد و از بین رفته. من میخوام از آقای رجوی سوال بکنم و از اون پسرکی که در رادیوش هی مجاهد مجاهد میکنه بپرسم، آقای جلال آل احمد، خانم سیمین دانشور، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری، استاد بهخدا و تمام این مردان و زنانی که به خاطر فرهنگ من و شما قدم برداشتن در کشور روح الله خمینی بزرگ شدن یا در کشور محمد رضا شاه پهلوی کجا بود؟ ما در کدوم دانشگاه درس خوندیم؟ در دانشگاهی که اینها بستند یا در دانشگاهی که او باز کرد؟ پای مردم برهنه بوده، خون زرعی لک بوده و اولیازت شهبانو جشن هنر در شیراز برگزار میکرده. بله، به این آقایون که اکثرا دست شفی هستید بفرمایید که هنوز دم دروازه های مسکو میلیون ها نفر مردم در اتاقهای چوبی زندگی میکنند، ولی بزرگترین فستیوال های جهان، بزرگترین بمب افکن ها، بزرگترین بمب های اتمی در همون اتحاد جماهیرشاهی ساخته میشه. خب اینا رو اون موقع گفته خیلی مهمه. یک کسی که به هر صورت احترام مردم رو داره و میدونن چه شخصیتی داره خیلی مهمه. البته به هر صورت یه عده‌ای مخالف بودن به دلایل افکار سیاسی مختلف، میگم همه اینا بود که با هم دست به دست خارجی و داخلی داد که این بلا رو سر مملکت ما آورد. ولی مهم اینه که فرخزاد این همه سالهای گذشته میگه، الان خیلی فرق کرده و خیلی کسا مثل اون صحبت میکنن. من به دیدن اسرای ایرانی رفتم. در اونجا 6000 تا بچه بین 8 سال تا 18 سال اسیر جنگی هستن. بچه 8 سالی یعنی اینقدری، تفنگ ازش بزرگتره. بازم میرم برای اینکه مثل اینکه یه مقدارشونو میارم من بیرون بالاخره با کمک صلیب سرخ جهانی. ولی فقط خواستم بگم که بگم این آواز برای بچه های 8 سالی ایرانی که جنگیدن، چون ما ترسیدیم از وطنمون دفاع بکنیم، اونا به جای ما جنگیدن. زمانی که افراد رو مثل اپوزیسیون رو طبقه بندی میکردن، هنرمندا به عنوان یک اپوزیسیون جدی تلقی نمیشدن هیچ کدومشون، و چون اعتقاد برای بودش که این سازمانی ندارن، اینا نفوذ ندارن، نهایتا یه تریبون دارن. ولی از زمانی که وارد عراق شد و به نوعی خودش رو یک به اصطلاح وزنه ارتباطی بین عراق که دشمن جنگی بود و نیروهای اپوزیسیون قرار داد، از اون لحظه به قول اطلاعاتی ها رشتوم شد. در جنگ ایران و عراق بخشی از نیروهای بسیجی را نوجوانان تشکیل می‌دادند که بنابر تعاریف قوانین بین المللی کودک سرباز نامیده می‌شوند. استفاده از این نیروها در جنگ خلاف مقررات بین المللی است. بله، خواهم برم اونجا با برادر رزمنده یه خود جانفشانی. شهریور 1362، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از ایران می‌خواهد در جنگ با عراق از کودک سربازان استفاده نکند. تعدادی از این کودک سربازان به اسارت گرفته می‌شوند. خیلی ممنون. بشه امیدوارم در جنازه اینجا بیاد.
حکومت صدام حسین از این اسرا برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی استفاده می کند. فریدون فرخزاد برای کمک به این کودکان اسیر به گفته خودش دست کم 5 بار به عراق سفر می کند. البته توجه و کمک فرخزاد به کودکان نکته تازه این نبود و پیش از انقلاب 1357 هم سابقه داشت. در دو سفر اول فریدون به عراق او یک همراه هم داشت. روزگاری که من با فریدون آشنا شدم یک جوان بودم، 19 سال سن داشتم و میخواستم به هر طوری که شده، مثل همه جوانها میتونم بگم که کسی رو ندارم و میخوان که معروف بشن، محبوب بشن، هنرشون رو، استعدادشون رو به مردم ثابت کنن، دوست داشتم کسی کمکم بکنه و خداوند برام خواسته بود یا خودم خواسته بودم، پیش اومده بود من با یک کسی به اسم فرخزاد، ولی در زمان انقلاب آشنا شده بودم و با هم دیگه همخوانی و همفکری داشتیم. اون شعر میگو، من آهنگ میساختم، با هم خیلی کامل بودیم. ما وقتی دوئت اجرا میکردیم واقعا همه غرق لذت میشدن، برای اینکه خیلی کارمون رو پرفکت و کامل انجام میدادیم. ولی بعدها که متوجه شدم که اسم‌ها و انتصاب‌های ناجوان مردانه ای رو به ما میچسبونن و شایعات بدی رو راجبم رواج میدن، روحیم واقعا خیلی به هم ریخت. به عنوان یه جوانی که 24 5 6 سالش بود، روحیم به هم ریخت و نمیتونستم این رو بر بتابم و برادر بزرگترم اصلا دوست نداشت همچین چیزی رو. برای همین وقتی که اکبر تونس اومد بیرون از ایران، من فکر کردم که به هر حال خانواده‌ام دوباره در ایران هست و من کاشانه‌ای دارم، مأوایی دارم که میتونم به اونا پناه ببرم و بی‌کس نیستم و برای همین جدا شدم. در میانه جنگ ایران و عراق یک جت فالکون ایرانی در فرودگاه بغداد به زمین می‌نشیند. هیچ یک از مردم ایران با این جنگ راضی نیستند به جز عده‌ای مزدور. علی اکبر محمدی برادر سعید خلبان این هواپیماست. چون همه چیشون رو تو این جنگ دست دادن و خودشون نمیدونن واسه چی دارن میجنگن. لان الایرانیین جميعا فقط. این رخداد آغاز جدایی سعید و فریدون میشود. به خاطر اینکه رابطه‌ای که فریدون با اکبر داشت اصلا رابطه خوشایند و جالبی نبود. فریدون فکر میکرد که اکبر برادر بزرگتر من، که برای من بسیار عزیز بود و متاسفانه همونطور که همه میدونید به وسیله تروریست‌های جمهوری اسلامی در یک صبحگاه زمستانی سرد در هامبورگ در مقابل کودکستان دختر 4 سالش به وسیله 2 تروریست اسلامی به قتل رسید، اینا رابطه خوبی اصلا نداشتن و به خاطر اینکه اکبر به هر حال فکر میکرد که همکاری ما تو این زمینه اصلا برای من سازنده نیست و مثمر ثمر نیست و بدنامی میاره، از اون ور فریدون فکر میکرد که اکبر داره روی من تأثیر میذاره که منو بکشونه و ببره دنبال زندگی و دیگه یک همراه و همکار گیتاریست خواننده نخواهد داشت و برای فریدون خیلی کار مشکل میشد اینجوری و همطور هم شد.
این شایعات مورد اشاره سعید بعد از قتل فریدون شدت می‌یابد. بله، شایعات زیادی وجود داشت. اینکه مسئله جنایی بوده یا اینکه همجنسگرا بوده که اون زمان تابو بود، از این جور حرفا. ده سال قبل از انقلاب رو که من شناخت از جامعه ایرانی دارم، مردم ما یک کسی که اینطور پرخاشگر باشه، انقدر جسور باشه، یک زنی رو بیاد رو صحنه بغل بکنه و بخواد ببوسه یا دستشو بگیره بگه برقصیم با هم، اینا معمول نبود در جامعه ایران و زیاد پذیراش نبودن. نسل جوان پذیرا بود ولی باقی جامعه پذیرا نبود. بعد شایعاتی مثل همین که همجنسگرا بود اینا بهش اضافه میشد. برای همه ما مثلا هیچ مسئله‌ای نبود ولی برای عوام بود. حتی در آمریکا، حتی زمانی که فریدون به لس آنجلس اومد بود، من انتقاد زیادی میشدم. من دوستانی داشتم که به من انتقاد میکردن که میگفتن این دوست تو مثلا این کار است، این دوست تو خیلی زیادی پرخاشگره، این دوست تو این خصوصیاتی داره. من یه دفعه آمدم به تلویزیون، خانم سوسن آوردن توی برنامه، آمدن به شوی معروف تلویزیون بنده و بنده خم شدم و غیر از دست شاید دو پیشونم دوبار بوسیدم. انقلاب اسلامی از همون چشم رو شد، مردم قیام اخلاقی کردن. بله، مردم فکر کردن اگه من صورت خانم ماچ کردم به دستش بوسیدم به خاطر احترام، حتما بکارت ایشون رو هم برداشتم. بله، بدبختی ما از روح الله خامنه‌ای نیست، از اینجای خودمونه، از اینجا، از اینجای خودمونه. در یکی از نوارهای ویدیویی که از خانه فریدون به دست ما رسید، فرخزاد در یک شب بزرگداشت خواهرش فروغ در استرالیا با صراحت از گرایش جنسیش صحبت می کند. برای که بدونی من 10 سال با یک زن زندگی کردم و بی نهایت عاشق اون زن بودم. این جملات برای این میگم که بدانید که خورده برده ای از شما ندارم و به هیچ کدوم شما یک سنت به دکار نیستم، ولی شهامت اخلاقی انسان این رو ایجاب میکنه که مثل یک مرد بیسته و به مردم میگه من این گونه فکر میکنم. من 10 سال بعدی زندگی با یک مرد زندگی کردم و بی نهایت عاشق و مرد بودم. اگر شما عشق رو در بغلخوابی میبینید مخلصی بیایید فکر کنید اینجوریه، ولی من عشق رو در چیز دیگری میبینم. من عشق رو در خوی و عادت و در نشستن و برخواستن و در سخن گفتن و شنیدن میبینم. و در استرالیا ما عاشق انسان شدم، عاشق این مرد شدم که هرگز با او صحبت نکردم، هرگز با او صحبت نخواهم کرد، ولی به خاطر شعر بسیار گفتم. این شعر رو برای رسانه‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا این ادعا را مطرح کردند که دلیل قتل فریدون دگرباش بودن اوست. از جمله روزنامه کیهان در تاریخ 20 مرداد 1371 یعنی 2 روز بعد از اعلام خبر قتل، در یک سرخط جنجالی از طرف پلیس آلمان فرخزاد را قربانی گرایش جنسی خود معرفی می‌کند. اما به فاصله 1 روز بعد کیهان چاپ تهران این بار در قالب یک خبر جعلی می نویسد قاضی آلمانی یک جوان 27 ساله همجنسگرا را قاتل معرفی کرده است. در حالی که مقام های آلمانی هرگز چنین متهمی را معرفی نکردند. مجله فارسی زبان رنگارنگ که آن روزها در بن منتشر می شد، مدتی بعد از قتل فریدون فرخزاد گفتگویی با رالف مولر، رئیس کمیسیون جنایی شهر بن منتشر می کند. آقای مولر به فردی به نام سعید آ اشاره می کند که دوست نزدیک فریدون بوده و جزو آخرین کسانی است که ساعتی قبل از قتل در خانه اش او را ملاقات می کنند. سعید آ بازداشت و بازجویی می شود. در همین روزها سعید محمدی که چند سالی از فریدون جدا شده در فرانکفورت به سر می برد. این سعیدی که با فریدون در واقع دوست بود و زندگی می کرد، سعیدی دیگه هست. متاسفانه فامیلیش الان به خاطرم نیست
ولی به هر حال هیچ ارتباطی به سعید محمدی نداره. یه آقای جوونی بودن که با فریدون زندگی میکردن مدتی و روزی که این اتفاق افتاد، در واقع این سعید قبلش هم روز یک شنبه که من با فریدون در واقع تلفنی صحبت کردم و قرار بود که بیاد خونه ما و گفت مادرم مریضه و مرتب با تهران در تماس هستم، گفتش که سعیدم در واقع بعد از مدتی اومده و اینجا هستش. این سعید همین سعیدی هستش که در واقع پلیس آلمان هم خیلی اطلاعات ازش گرفت و به پلیس من توضیح دادم که آخرین کسی که شاید با فریدون رفت آمد داشتش و اونو دید همین سعیدی هستش که گم شده بود. اون از ترسش سعید فرار کرده بود و میترسید که به پلیس مراجعه بکنه. تماس گرفت با من که من الان فرانکفورت هستم و نمیدونم چیکار بکنم. گفتم که حتما خودتو به پلیس معرفی بکن چون پلیس دنبالت هستش. من خودم به پلیس اطلاع دادم، گفتش که باشه چشم و حتما این کارم کردش. چون مراسمی که برای به خاک سپاری فریدون برگزار شده بود من سعید اونجا مجددا دیدم. در همان گفتگو با مجله رنگارنگ آقای مولر میگوید فریدون با حدود 10 ضربه چاقو به قتل رسیده است. به این ترتیب شایعاتی که درباره مسله شدن پیکر فریدون منتشر شده به نظر بی اساس است. گفتن که چرا نمیایین این جسد رو تحویل بگیرین، این داره از هم وا میره. که ما تعجب کردیم، گفتم آقا جان ما همش به شما تلفن میکنیم که ما میخوایم که این زودتر ترتیبش داده بشه و این باید بره ایران، بعد شما میگین چرا نمیایین بگیرین. گفتن بله بیاین و بگیرین. من اینجای فریدون رو شناختم چون این پارچه رفته بود کنار یه خورده. اینجاش گفتم مدا هم موقع اون آقا هم رسیده بود به همون، گفت آره اینه. زد کنار رو آشان دیدیم همون فریدون رو منطقه خودش شده سیبیل رو بنا. تا اینجا ما هیچ چیزی نبود ولی دیگه ما عقلمون نرسید، اصلا دلیلی نداشت که ما تمام باز کنیم. چون خیلی میگفتن تیکه تیکه کردن داره کردن، ولی پلیس به ما گفت نه. چندین ضربه چاقو بهش زدن. ضربه ای که باعث قتل شده یک ضربه بوده که از پشت بهش خورده. فریدون بعد از چاقو خوردن در آشپزخانه کوچک خانه‌اش به زمین می‌افتد. همسایه‌های او می‌گویند تا مدت‌ها ناله‌های هیلفه هیلفه به معنی کمک در آلمانی و صدای تلویزیون روشن و زوزه سگ‌ها را می‌شنیدند. همسایه‌ها پلیس را خبر می‌کنند. گشت پلیس منشأ صدا را پیدا نمی‌کند. 3 روز بعد با ادامه زوزه سگ‌ها، بوی تعفن و مشغول بودن تلفن خانه، پلیس وارد خانه می شود. یه ورزشکاری بود، کلاس کاراته داشت، همسایه‌اش بوده، اومده بوده فریدون دعوت کنه. اون می گفتش که وقتی پلیس دیگه طبق اصرار همسایه‌ها و پارس سگا بالاخره مشکوک شده، اومدن از اون ور اومدن تو، این از بیرون دیده بوده که فریدون افتاده پایین چیز آشپزخونه که طبقه پایینش هست، قابلمه مابلمه میذارم، کلش افتاده اونجا، اینجوری افتاده. نام فریدون فرخزاد در میان قتل‌های تابستان 1371 در یک نشریه محلی بن دیده می‌شود. در این گزارش به 2 مدرک اشاره شده. اول، کیف شخصی فریدون حاوی گذرنامه فرانسوی او و دوربین عکاسیش که به گفته پلیس احتمالاً به دست قاتلان ربوده شده. و دوم، این شلوارک مردانه که به رخت‌آویز حمام آویخته شده بوده و بر روی آن قطرات خون مقتول وجود دارد. اندازه شلوارک اکس‌لارج است و احتمالاً صاحب آن درشت اندام بوده.
پیدا شدن این شلوارک باعث می شود پلیس به شخص دیگری مظنون شود. یکی از دوستان دیگر فریدون که به خانه او مراجعه می کند و وقتی کسی در را باز نمی کند، یادداشتی به داخل خانه می اندازد. فرزین، خواننده معروف. بله اینو گرفته بودم که فرزین بر خلاف هیکل گندگی داد، دستش خیلی زری بود. میگن ورزشکار اینو کشته. آخه من بوکسورم، دستش نشون میدم من آخه بوکسورم. فرزین مدتی گرفتن و اون هم برای اینکه اقامت نداشت بیرونش نکنن، بلافاصله در همون زندان اعلان پناهندگی کرد. این ریمنشتخاصه خیابونیه که فریدون توی زندگی میکرد. الان میریم به سمت خونه. اما در نهایت پلیس هیچ کدام از مظنونان را متهم به قتل نمی کند. تنها شاهدانی که می شناسیم بلاکی و برفی، دو سگ فریدون قاتل یا قاتلان را می بینند. این حیات خونش بود که می بینی، این پشت، این حیات خونش بود. اینجا این پله ها، از این پله ها که بریم بالا، همون اولین خونه سمت چپ، اونجا خونه فریدون بود. خب فریدون بعد از موقع مسافرت میرفت، سگا پیش من بودن. بعدش هم که این اتفاق افتاد فکر کردم، ولی بدون در واقع هیچ فکر کسی بگه، اولین چیزی که مسئولیتی که احساس کردم اینه که برم ببینم سگا کجا. و وقتی من رفتم اونجا، این سگا تمام مدت به من گفتن که اینا تمام زوزه میکشیدن، ناله میکردن توی پناهگاه. اینا وقتی منو دیدن اصلا خیلی خوشحالی کردن، از دور شروع کردن واق واق کردن، من صداشون کردم. رفتم و وقتی که اون مسئولین دیدن که اینا منو میشناسن، اصلا بدون هیچ مسئله سگا رو به من تحویل دادن. بلکه اون موقع چیزی حدود 20 سالش بود، 23 سالش بود، مرد. سگ ماده بود و اون یکی سگ برفی بود، یه دونه شپیتز بود. برفی حالا مثلا یه خورده جوان‌تر بود نسبت، ناراحتی قلبی هم داشت بلکه، بعد قرص قلب بهش میداد. فریدون این سگو توی مرز ترکیه با خودش آورده بود، یعنی از این کوه و دشت و بیابونی که اومده بود تا ترکیه این سگو با خودش آورده. به خاطر همین تو شعراش میگه که این سگ همدم منه. بلاکی مدتی بعد از قتل فریدون میمیرد و چند سال بعد هم برفی، و به این ترتیب تنها شاهدان شناخته شده قتل فریدون از بین میروند. حدود 3 ماه بعد از قتل فریدون فرخزاد، گالیندوپول گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در قتل فرخزاد دست دارد. حدود 3 ماه بعد جمهوری اسلامی به این اتهام چنین پاسخ می‌دهد: قاتل فریدون فرخزاد هم جنسگرا بود و انگیزه قتل مسائل جنسی بوده است. اما چند سطر پایین‌تر حکومت ایران می‌گوید قاتل فریدون فرخزاد قطعاً مخالف حکومت ایران بوده و او به تازگی در مراسمی در کانادا سازمان مجاهدین خلق را به دلیل همکاری با صدام حسین محکوم کرده بود. اتهامی غیر مستقیم علیه سازمان مجاهدین خلق. ما به سهولت می توانیم اسم مسعود رجوی و دکتر بختیار و دکتر امینی و عده امیر ارتش رو بیاریم، چون به هر جهت حتی ما با رجوی اختلاف 180 درجه داریم، ولی چون یک مرد سیاسی هست و در راه خودش سیاستی به خصوص داره، ما از او یاد می کنیم. شما روزنامه مجاهد رو باز بکنید، در هیچ کجای این روزنامه از پایین‌تنه مردم چیزی نوشته نشده. بنابراین ما از کسانی سخن میگوییم و با کسانی مبارزه سیاسی میکنیم که به هر جهت در این حد هستند که کوبیده بشوند، یا بر ما غالب بشوند، یا ما بر اونها غالب بشویم. فریدون فرخزاد در این سالها به عنوان هوادار نظام پادشاهی از گروههای دیگر به شدت انتقاد میکند. او در این حال به منظور متحد کردن آنها به گواهی خاطراتش با همه این گروههای سیاسی گفتگو میکند.
به دفتر مسعود رجوی تلفن زدم. میخوام برای یک بار تمام رهبران به اصطلاح اپوزیسیون را ببینم. اینهایی که دم از آزاد ساختن و بازسازی میهن میزنند. یک بار دیگر هم به این دفتر تلفن کرده بودم و با پسری به نام سعید گفتگو داشتم. امروز هم همان سعید پای تلفن بود که اعتراف کرد نام حقیقی او خلیل است نه سعید. نفهمیدم این دیگر چه صیغه است. مدتی بعد فریدون با نماینده‌ای از مجاهدین خلق دیدار می‌کند. در همون اوایل دهه 80 فکر می‌کنم سال 1982 ایشون چند مورد تماس داشتن با دفتر شورای ملی مقاومت و با آقای منصور زاهدی که در اون زمان مسئولیت روابط عمومی و کارهای مطبوعات رو به عهده داشت. فکر می‌کنم با ایشون تماس داشتم و ابراز سمپاتی هایی کرده بودن و از جمله تا جایی که من مطلع هستم در شهر لندن ایشون با مراجعه به میز کتاب هواداران مجاهدین در چندین مورد اقدام به کمک‌های مالی هم کرده بودن، در وسع خودشون کمک هم کرده بودن. جمعه 12 شهریور. پسر جوانی بود با موهای سیاه و سبیل کمپشت و چشمای بسیار زنده و صدای آرام و معلوماتی در حد یک پسر جوان با مطالعه. از صحبت با او لذت می بردم، چون در تمام مدت این احساس را داشتم که با یک انسان ایدئالیست صادق حرف می زنم، نه با یک دزد حقه‌باز از آن قماشایی که قبلا دیده بودم. من به خیانت رهبران کاری ندارم و آبم با مسعود رجوی هم در یک جوی نمی رود، ولی اعضای این سازمان، همه اینهایی که اینجا در پی گسترش سازمان خود هستند و همه آنهایی که در ایران سینه‌شان را در مقابل مسلسل‌های پاسداران سپر می‌کنند و مثل تیمساران فسیل فرار نمی‌کنند، شرف دارند. آقای زاهدی ایشون در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتن که در عملیات فروغ جاویدان اونجا به شهادت رسیدن. به دفتر بختیار، دکتر شاپور بختیار تلفن کردم. بختیار را از زمان قبل از نخست وزیریش می‌شناسم. 14 آبان 4:30 بعد از ظهر لباس پوشیده داخل هال هتل موریس پاریس نشسته بودم که شاه را ببینم. تمام روز منتظر چنین ساعتی بودم. بهتر بگویم در طول تمام این سالهای بدبختی و دربدری انتظار چنین ساعتی را میکشیدم. به تو بگم که قبل از اینکه این دیدار رو داشته باشیم و به محض اینکه فریدون اومد در خارج از کشور، شاید یکی از اولین کسانی بود که به عنوان یک هنرمند یک موضع‌گیری بسیار شفاف و مشخص نسبت به این نظام داشت و اصلا به طور کلی یک کمپینی رو از نظر سیاسی آغاز کرد و خب این خودش نشوندنده شجاعت خاصی بود، به خصوص اگر بدونیم که با چه سابقه‌ای وارد این کار شد و کوچکترین در اصل میخوام بگم رو درواسی در بیان این که خب یه موزه چپ داشت یا چی داشت یا هرچی داشت، ولی بعد اومد و متوجه شد و مشخصا گفتش که خب کدوم راه رو باید بریم و مهمتر از این هیچ وقت طلبکار یا منتظر دیگران نبود و خودش قدم به پیش گذاشت و خودش شروع کرد این حرکت رو انجام دادن. انتقادهای تند و تیز فریدون از طریق نوارهای ویدیویی به صورت قاچاق وارد ایران می شود. این نوارها مخفیانه در ایران دست به دست می شوند. بلند شید مردم، قیام کنید، برخیزید، ننشینید و تحمل نکنید مردم ایران. سرباز اگر سهرگهان تو را به خون کشانده هم دوست و بار مانده ای و دشمنان نمانده هم کنون که او فریدون فرخزاد از شب بود بیابان بود زمستان بود هزاران فرسخ فاصله داشت و وقتی که ما در یک مهمانی می رفتیم مثلا یه دی خانوم ها یا آقایین جمع شدن می گفتن شب بود بیابان بود زمستان بود، فریدون انگار که تبدیل به یک چگوارای ایرانی می شد و من خب یک جوون بودم، عکسام و فیلمام شاید باشه میبینید، روحیه‌ای که داشتیم روحیه این بود که بیایم با موسیقی مردم رو متحد کنیم، بسیج کنیم و برگردیم ایران، حقمون رو بگیریم و به آزادی برسیم. باور کنید این روحیه ما بود. آخرالامر هم همون مردم به قول اینها خاک بر سر باید بلند شن و وضع اون کشور رو عوض بکنن. من و شما در نیوجرسی و نیویورک و کالیفرنیا انقلاب شاهنشاهی نمیتونیم راه بندازیم.
اونها باید بکنند. ما ولی وظیفه‌ای داریم بسیار مهم مردم، این که ما بالا میریم، نه به خاطر اینکه به شما بگیم که از کدوم راه برید ایران رو بگیرید. از هیچ کجای این قاره نمیشه برید شما ایران رو بگیرید. هر امیری، هر وزیری، هر وکیلی به شما بگه میخوام برم ایران رو از اینجا بگیرم، دروغ میگه. بختیار هم دروغ میگه. بختیار هم نمیتونه بره ایران رو بگیره. باید اون 30 میلیون، اون 40 میلیون بلند چن ایران رو آزاد بکنن تا تازه آقای بختیار بتونن برن اونجا نخست وزیرش بشن. و من امیدوارم اون کسی که اونجا برمیخیزد و وطن رو آزاد میکند خودشم نخست وزیرش بشه. دیگه نخست وزیر از پاریس نیرن مثل زمان آقای خمینی که با طیاره وزیر و وکیل و همه چیزشون رو با هواپیما آوردن. نه، از سال 86 آقای فرخزاد رفت زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات و کیسش هم دست مجید امینی بود. بچه هم که صابری اومد جای مجید امینی، صابری اومد و صابری دنبال میکرد. فریدون رفته رفته از گروه های سیاسی و حتی پادشاهی خواهان هم ناامید میشود. خیلی خیلی بیمار هستم. سینه‌ام درد میکند، دستم درد میکند، پایم درد میکند، جسمم درد میکند و تمام وجودم درد میکشد. از این همه جانی که منتظر موقعیت هستن تا از روی نش ماها، ماها آدم های ساده و مهربان عبور کرده، همان دکان های سیاسی سابق را در ایران باز نمایند. نفرت دارم از این همه پستی و دناعت. کاش خمینی به جای مهدی رحیمی و آن همه رادمرد و شیرزن ایرانی اینها را اعدام می‌کرد و سلطنت را از قید و بند این همه جانی رها می‌ساخت. اگر خمینی اینها را کشته بود، سلطنت خود به خود پاک و منزه می‌شد. چون یکی از دلایل بی‌اعتباری سلطنت وجود همین هاست. میخوام به سلطنت اعتبار ببخشم. اگر به امید این مردان سیاسی بخواید بشینید، 100 سال دیگه هم اینجا هستید مردم ایران. بلند شید مردم، به خاطر شرفتون خودتون بلند شید. شما چه کار دارید که فلان مرد سیاسی در پاریس چه میکنه و چه میگه؟ رفتن سعید محمدی هم این حس ناامیدی و افسردگی را در فریدون تشدید میکند. روز 23 دسامبر در پاریس روی صحنه می روم. بعد پاریس را ترک کرده به سوی دنیای دیگری در آن سوی اقیانوس اطلس می روم. تنها می روم که تنها زندگی کردن را بیاموزم. تنها می روم تا دیگر کسی نتواند به من دروغ بگوید. تنها می روم چون آن جفت که من به دنبالش جهان را گشتم خود من هستم. فرخزاد که بعد از خروج از ایران به پاریس رفته بود، چندین بار محل زندگیش را بین اروپا و آمریکا تغییر می‌دهد تا اینکه به لس آنجلس می‌رود تا شاید فعالیت سیاسی را کنار بگذارد. سلام. باز جمع آمد و تلویزیون پارس، خانم هاله و من فریدون فرخزاد. اولین باره که منو اینجوری می‌بینید. من همیشه در یک پاپیون خیلی بزرگ روی صحنه ظاهر شدم یا یک کراوات زدم و اینکه ذره بینی و همچه سرگرم خیلی معقول سن خودم قدم بردارم. فریدون فرخزاد در لس آنجلس با تلویزیون های فارسی زبان همکاری می کند. طولی نمی کشد که بار دیگر در هیئت یک کنشگر سیاسی اجتماعی ظاهر می شود. در جریانه، مذاکرات صلح در جریانه و هنوز معلوم نیست به کجا میرسه. از این گذشته دولت جمهوری اسلامی راجع به سرنوشت این کودکان هیچ گونه صحبتی نکرده و اونها رو به عنوان نان پرسون اعلام کرده. ما انجمن سیاسی نیستیم، انجمن مذهبی نیستیم و با هیچ کسی کاری نداریم و تمام کاری که امروز در اینجا انجام میگیره به دست ایرانی هست، زیر نظر ایرانی هم هست، ولی پول به دست ایرانی نمیرسه، بلکه زیر نظر مستقیم شهرداری لس آنجلس. آقای بهمن شریفزاده یک از کسانی هستند که جزء مؤسسین سازمان کمک به کودکان بودند روزی که این سازمان در لس آنجلس تشکیل شد و برادرشون در عراق اسیر جنگی هست و خودشون یک روز مهمون برنامه تلویزیون فارس بودن. بهمن جان، میبینی که زحمت ما چه نتیجه برجسته داده. ممکنه این لباسا به دست برادرت هم برسه. نظرت چیه راجع به کاری که ما کردیم؟ فکر کنم خیلی کار قشنگیه. امیدوارم که بازم ادامه بدیم این کارو و امیدوارم که هر چیزی این جنگ تموم شه و بچه‌های ایرانی به مملکت خودشون برگردن. اما همین جمع‌آوری کمک برای کودک سربازان اسیر ایرانی فریدون را با مشکل جدیدی روبرو می‌کند. بعضی از ایرانیان لس آنجلس علیه فریدون فرخزاد شکایتی را طرح می‌کنند که او کمک‌هایشان را
به کودک سربازان اسیر نرسانده است. شاکیان فرخزاد را به سوء استفاده مالی و جعل امضا متهم می کنند. شما جزی که از اون شاکی من یکی از شاکی هاشتونم خیلی ساده بود. من شاکی بودم که امضای من تقلب شده بود اینجا. شما کی امضای شما تقلب شده؟ آقای فرخزاد. شما دیدین تقلب شده؟ آقای فرخزاد مسئول شما دیدین بودن. شما دیدین من احتیاج نبود. آقای فرخزاد نماینده یا میبینی یا نمیبینی؟ اجازه بدید. اگه ورقه هستش نشون. من این ورقه رو دارم. این ورقه شما؟ بله. شما موقعی که اومدم به لس آنجلس به فرودگاه لس آنجلس اومدم. بله. روز یک شنبه بود بعد از اون. بله. بعد چی شد؟ فریدون رو از یه در خصوصی آوردن که کسی نبینه، دستبند بهش نزدن. ما خیلی تو جریان بودیم برای اینکه فریدون میگفت که من زندان نمیتونم برم، نمیتونم تحمل کنم. برنامه رو درست کردیم که حتی بهش دستبند نزدن، فقط موقعی که میخواست سوار ماشین بشه طبق قانون LAPD مجبور بودن دستبند زدن. رفتم با هم دیگه، رفتیم پارکر سنتر داونتاون. چقدر شاکی داشتی ششون در لس آنجلس؟ 40 تا داشتن. این پرونده بعد از قتل فریدون بسته شد، اما آقای شریفزاده در یک گفتگوی تلفنی با ما هنوز هم میگوید امضای او جعلی بوده و هرگز نمیخواسته با فرخزاد همکاری کند. اما این فشارها به شدت فریدون فرخزاد را دچار سرخوردگی از ایرانیان لس آنجلس میکند، تا آنجا که تصمیم میگیرد به آلمان برگردد، مسیری که او را به آخرین خانه‌اش در خیابان ریمن شهر بن می‌رساند. اما فرخزاد قبل از ترک لس آنجلس برای آخرین بار در این شهر مصاحبه‌ای با نادر رفیعی مدیر تلویزیون امید ایران ضبط می‌کند. از من خواست که این رو من نگه دارم تا زمانی که ایران اگر آزاد شد و یا اگر براش اتفاقی افتاد بعد از اون ایران رو پخش بکنه. نقطه مثبت زندگی من اینه که آدم بسیار صادقی هستم، راستگو هستم، دزد نیستم، دروغ نمیگم، صادق هستم، خیانت نمی کنم و آدم کشی بلد نیستم و به مال، جان، ناموس مردم هرگز دست درازی نکردم و نمی کنم. نقطه ضعفی که در خودم میبینم این قدرت رو هنوز به اون صورت ندارم که خوبیای درون خودم رو اونطور که باید و شاید بیان بکنم و از خودم بیرون بیارم و به نمایش بگذارم. این بدترین نقطه ضعفی بوده که من داشتم که نتونستم خودم رو اونطور که واقعا هستم نشون بدم. مرگ من روزی فرا خواهد رسید. در طبقه سوم این ساختمان کسانی کار می کردند که در سرنوشت فریدون فرخزاد نقش مهمی بازی کردند و کتابخانه‌ای در محله بروزنبرگ شهر بن حلقه ای از این زنجیره بازی سرنوشت برای فریدون شد. آرزو می کنم بتونم به کشورم برگردم. از طریق همین تور ضربه شدیدی بهشون خورد دیگه. عجیب از جمهوری اسلامی یه جورایی تعریف کرد. فریدون رو در واقع فریب دادن. قطعا این برنامه بود، آماده کرده بودن همه چی رو برای ترورش. اون زنگ زد، ما تماس نگرفتیم عزیز من که. هر کسی که یک عقیده سیاسی دیگری داره حتما جاسوس خامنه‌ای نیست و حتما مأمور سفارت خامنه‌ای نیست. بذارید مردم مختلف فکر کنن. خیلی از خواستگاران خامنه‌ای اگه نبودن خیلی از ماها تو ایران رنگ کپون و شکر و فلان رو نمی‌دیدیم. خیلی از اونا رو ما کمک کردن. این یک دفترچه دیگر از روزنگاری های فریدون است که نزد یکی از دوستانش در شهر برلین میابیم. این سررسید نامه وقایع نگاری های فریدون از اواخر سال 1362 تا پایان 1364 است. زمانی که به آمریکا نقل مکان کرده و در لس آنجلس به همراه سعید محمدی
و سگش بلاکی زندگی می کند. برخلاف دفترچه اول، فریدون این دفتر کم حوصله و درگیر مسائل روزمره زندگی است که حاصلش این جملات است. ناخوانا، کوتاه، بریده و از سر ملال زدگی. ملالی که در نهایت سرنوشت فریدون فرخزاد را به شهر بن می رساند. خانه شماره 61 خیابان ریمن، پناهگاه فریدون از تمام مصائب لس آنجلس، خانه ای که در آن حدود 30 سال بر روی ایرانی ها باز نشده، اما دوربین ما وارد این خانه می شود. بعد از 28 سال دو مرتبه خونه فریدون، واقعا آدم متاثر میشه. این آشپزخونه هستش که تو فریدون تو اینجا کشتن با ضربات چاقو و در واقع 3 روز جسد فریدون تو این آشپزخونه به این کوچیکی با همین روشن. کل آشپزخونه همین، بله آشپزخونه کوچیکی بود. بعد این کوکولاته ها رو هم روشن کرده بودن گاز رو در اصطلاح و پدر هم بسته بودن و این جسد در واقع پخته شده بود. سگ‌ها هم تو اینجا حمام میشستش، حمام توالت و حمام. اینجا سگا رو تو حمام بسته بودن؟ بله اینجا در رو بسته بودن، نمیتونست در حمام رو بسته بودن. دلارام کشمیری گویا گفته بود که میاد دم در و صدا میکنه سگا رو و فریدون رو. بله. بعد یکی از این سگا فریدون رو نه بلکی رو صدا میکنه، بلکی از این لایه اینجوری که بابا بابا بله از اینجا شروع میکنه قرض زدن. آره قرض زدن و دندون نشون دادن. خب اون سگا هم شوکه بودن احتمالاً، چون هم بلکی هم پژمان رو خیلی خوب خلاص هم من و هم دلارامو، ولی حالت تهاجمی و وحشت داشت. بله. دندون نشون میداد، قرقر میکرد، هر چی صدا میکردم بلکی این مگه اینجا زندانی نبودن؟ زندانی بودن. بعد از اینکه فریدون رو میکشن در رو باز میکنن و قاتلا از در تراس میرن بیرون. البته چیزی نیست که ما مطمئن بدونیم، متوجه هستی؟ چیزایی که ما همش از زبون پلیس شنیدیم. بله. از راویا شنیدیم. لباس ها رو میذاشت اینجا، در واقع اینجا قرار بود بخوابه و این لباس ها رو مینداخت، دوتا دوشک اینجا انداخته بود یه روش میخوابید. اینجا عکس فروغ زده بود،
اینجا عکس فروغ و تلویزیون، اینجا کتابخونه بود، عکس اعلیحضرت و اینا رو گذاشته بود این طرف. همش عکسای مختلف روش بود. بعد از اینکه فریدون کشته میشه خونه رو ما تحریم می‌کنی، اینجا بچه‌ها اومده بودن. اینجا یه سوسیال دینز بود برای بچه‌ها، مثل یوگن سنتروم ما اینجا بهش میگیم. بچه‌هایی که مثلا تو این محل هستن میان به کاراشون رسیدگی میکنن، اینه که مثلا دل نباشن توی خیابون، نقاشی بکنن، همه کارا. و اینجا سوسیال دینز بود. پلیس در خانه فریدون 800 مارک آلمان پیدا میکند که قاتلان نبردند. علاوه بر آن زنجیر و حلقه طلای فریدون به علاوه ساعت مچی او به همراه جسد پیدا می شود. بانک موجودی حساب فرخزاد را برای جبران بدهی ضبط می کند. این در حالی است که حدود 40 نفر از ایرانیان لس آنجلس علیه او شکایت کرده اند و فریدون را طبق این شکایت به اختلاس حدود 30,000 دلار از کمک های خود به اسرای ایرانی متهم کرده اند. خواهش کردیم آدرس صلیب سرخ رو در اختیارتون گذاشتن از تلویزیون فارس. خواهش کردیم برای اسرای ایرانی در عراق نامه و کارت پستال بدید. بدید برای حتما باید دیگه تا عید نوروز و برای عید نوروز که امیدواریم جنگ تموم شده باشه، برجت کارتی یا نامه برای اینها بفرستید. آدرس رو اگر بخواید از طریق تلویزیون در اختیارتون میگذاریم. بنویسید برادر عزیزم، دوست عزیزم، یاد شما هستم. فقط همین که اسرای ایرانی بدونن که یک کسی در یک گوشه دنیا به یاد اونها هست و ملت ایران خدمات اونها رو از یاد نبرده. اونها به خاطر اینکه من و حال شو اجرا بکنیم، به خاطر اینکه وطن ما وطن باشه، به خاطر اینکه زنان و مردان ایران شب آسوده بخوابند، جنگیدند، نه به خاطر هیچ سیستمی و هیچ رژیمی، به خاطر ایران. پس عرض بگذاریم به خدمت افسرهام، سربازهام و بچهای بیچاره وطنمون. فریدون همیشه مبتکر کارهای نو بود، من جمله همین جمع‌آوری لباس و برای اسرای عراق. خب یه مرتبه از فریدون آغاز شد. یه دموکرات که مخالفش بودن خب در صدد این بودن که حالا یا فریدون رو اذیت کنن به هر شکلی بود. آره شروع کردم یه مقدار در پشتر فریدون حرف زدن، حتی یه مقدار اقدامات قانونی هم عده‌ای درباره این کردن و متاسفانه این انجام شد و همین هم مقدار زیادی باعث دلخوری فریدون شد، چون فریدون آدم خیلی حساسی بود. از برف و سرما و تنهایی و دربدری و کار مشکل و زیاد و از دست مردم به تنگ آمدم. نمیدانم چه کسی میتواند کمکم کند. هفته گذشته به گزارش روزنامه ایران تایمز چاپ واشنگتن آمده بود در یک خبری که فریدون فرخزاد خواننده و اجرا کننده برنامه‌های تلویزیونی به اتهام برداشتن پول‌های نقدی که ایرانیان مقیم خارج از کشور برای کمک به کودکان جنگ زده در اختیار او قرار داده بودند در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته. آیا این خبر درسته؟ من جواب کلی به روزنامه ایران تایمز ندارم، چون در هفته‌های اخیر تلویزیون دولتی در ایران یک شخصی رو به نام فری، البته شکل من درست کرده و من رو مسخره میکنه. مجله گلاغا مطلبی به نام ناسیونال شو، گلاغا در ایران ناسیونال شو تهیه کرده و شوهای من رو مسخره میکنه، که یعنی این کسایی که میگن ناسیونالیست هستند اینا دروغ میگن، اینا مسخرن. بنده رو بردم در حد اون خانمی که دستمال حریر مثلا تبلیغ میکرد. در رادیو ادای من رو در میارن، روزنامه ایران تایمز که در واشنگتن چاپ میشه و من میدونم، خیلی هم میدونم که از کجا تامین میشه، به دنبال همین مسائل امروز
یادش افتاده که من 1988 در امریکا دزدی کردم و آمدم بیرون. از 1988 تا به امروز چرا روزنامه ایران تایمز دنبال من نیامده؟ تا حد زیادی به گمان من این شایعات بر روی مردم تأثیر گذاشته بود و او در واقع میخواست با انجام یک مصاحبه به شایعاتی که براش ساخته شده بود پاسخ بده و در واقع خودشو تطهیر کنه. ۱۶۶۰ روز تنها. طرح اتهام علیه فریدون فرخزاد به داخل ایران هم کشیده می شود. در این خبر روزنامه کیهان، فریدون به سرقت $30,000 و جعل سند متهم شده. این مدارکی است که فریدون فرخزاد مدعی شده طبق آن مبلغ بیش از $28,000 از کمک‌های ایرانیان لس آنجلس را در دوم ماه مارس 1989 برابر با 11 اسفند 67 به کمیته بین المللی حمایت از کودکان در پاریس تحویل داده است. مسئولان فرانسوی گفتند سوابقی از این سازمان پیدا نکردند. و این هم رسیدی است که به گفته فریدون فرخزاد نشان می‌دهد او $30,000 حدود 2 ماه قبل از سفر به آمریکا به صلیب سرخ آلمان داده است. صلیب سرخ آلمان در پاسخ به ما نتوانست مشابه این نامه را در بایگانی خود پیدا کند. فرخزاد در تاریخ 25 اسفند 1370 برای رسیدگی به اتهامهایش به آمریکا سفر می کند. او در فرودگاه لس آنجلس بازداشت می شود. اما در تاریخ 26 اسفند 1370 با سپردن وثیقه $12,000 از سوی یکی از دوستانش آزاد می شود. اما فریدون فرخزاد هرگز این ماجرا را فراموش نمی کند. و بسیار فریدون رو رنجاند، انقدر رنجاند که همیشه دیگه نسبت به لس آنجلس بدبین شد. این قضایا ادامه داشت، در دیدارهای بعدی همیشه بد و بیراه میگفت به روزنامه‌نگاران و تلویزیون‌های لس آنجلسی، اکثرا به تلویزیون‌های لس آنجلسی به غیر از من که دوستش بودم. من از مردم ایران خواهش کردم که لباسه پارشون رو که دور می‌ریزن، سریع سرخ می‌بره تو خیابون می‌ذارن، دور نمیزن، بدن من ببرم برای اسرای ایرانی. گفتن که این لباس ها رو من دزدیدم، لباس خاره، لباس داغون که به درد هیچ خری نمیخوره، یک سنت نمیارزه، چون ذات مدینه. از خودم، از قصدم، از کتابم، از کلامم پول جمع کردم، $28,500. نامه ها هست، رسیت ها هست، روزنامه کیهان چاپ لندن هم هست نوشته است، سازمان ملل نوشته که این پول رو به بچه های اسیر دادن. تو لس آنجلس گفتن پولامون رو دزدید، فریدون فرخزاد دزدید. میدونی چرا؟ چون واقعا کثیف‌ترین طبقه و بیش‌شرف‌ترین طبقه نسبت به ملت ایران جمع شدن، نه که همه‌شو، یکی‌شو اونجا و کسب حلال میکنن. مملکت رو اونا سرنگون کردن، خانه و زندگی ما رو اونها به باد دادن، حکومت‌ها رو اونا ساقط میکنن، معدن کوکائین و هروئین و فحشا هم هستند، یک قدم برای وطن من شما برنمی دارند و هزار فرقه می زنند. و وقتی که بعض عوض بشه اولی کسایی که بخواهد برگردن که امیدوارم برگردن اونها هستند. خب فریدون یک فرد جنجالی بودش و خوانندگان و بعضی از خوانندگان، نمیتونیم جمع ببندیم، بعضی از خوانندگان هم بسیار با او همکاری کردند و دوستی خودشون رو همچنان ادامه دادن، ولی بعضی ها دوست نداشتن که فرخزاد در اینجا باشه و مزاحم فعالیت های کاری خودشون میدیدن و به همین دلیل با قدرتی که داشتن و نفوذی که داشتن سعی میکردن که فرخزاد در کاباره ها، در کنسرت ها و در جایی که به هر حال میتونست برای او یک منبع درآمدی باشه تقریبا سعی میکردن جلوگیری کنن و نذارن. برای اینکه فریدون حرفش رو رک میزد، انتقاداتش رو مطرح میکرد و خب برای جامعه لس آنجلسی که اون زمان به خصوص یک مقداری تعارفی بود دوست نداشت که همچین شخصیتی بیاد و بخواد در این جامعه فعالیت چشمگیری داشته باشه. من یه واسه دزدی بکنم در ایران
بهترین امکانات داشتم برای پولدار شدن وحشتناک. هر خواننده که میگفت گفتم 100 هزار تومان بده خواننده بگم. چرا که میکردم این کارا رو؟ ولی من تمام مردم رو، امثال مرتضاها، ابیا، نلیا، سولی، گیتی، نوشافرین، هر کی رو 100 تا اسمش رو بردم و خواننده کردم بدون اینکه هیچی از اونا بگیرم. لباسم تنشون کردم، معروف که شدن جواب سلام منم امروز نمیدن. چه بهتر، برای که من اصولا از آدم بی‌فکر و اندیشه بریدم و عاشق مردم کشورم هستم، چرا که بیش از هر چیزی مردم ایران مهم هستن. اما علی لیمونادی میگوید این شکایت‌ها ابعاد پنهانی هم دارد. دو سال پیش که به یک باره به من گفتن که آقا یه مقدار از تو اطلاعات میخوام، بیا به عنوان شاهد صحبت کن. ولی باز من میگفتم آخه چطور این پرونده هنوز بازه؟ گفتن هنوز بازه دیگه، تا مشخص نشده. بعد آخر سر یه کاغذی گذاشتن جلوی من، گفتن شما اینو میتونی بخونی؟ و بله، فارسی بود، دستخط بود و مشخص بود که مال جمهوری اسلامی. در اون کاغذ نوشته شده بود که بله، ما ببینید، کاغذ مهر وزارت اطلاعات رو داشت، مهر وزارت اطلاعات داشت. حالا من پیشا پیش بگم، فکر میکنم این رو کسانی که همکاری میکنن با پلیس آلمان کپیش رو به اینها داده، حدس من اینه، چون یک کپی داخلی وزارت اطلاعات بود. فرمان این بود به شخصی در لس آنجلس که ما قبلا یک مقداری خرج کردیم برای اینکه آبروی فریدون فرخزاد رو ببریم، ولی این دوستان ما موفق نشدن. آقایی که اسمش به نام بود، توجه کردین، آقایی قبلا از ما 45,000 دلار گرفته که این عمل رو انجام بده، ولی مثل اینکه هنوز موفق نشده و تقاضای یادمه تقاضای 75,000 دلار دیگر کرده که این رو به رسانه‌های ایرانی بده که اونها در خراب کردن فریدون اقدام بکنن. بعدن اسم تمام رسانه‌ها توش بود، از جمله تلویزیون من، توجه کردین، ایکس ایگرگ تلویزیون ها اینا. خب من فوری موقع که اینو خوندم از من پرسید محتواش رو، چون اونا خودشون هم ترجمه‌شو داشتن دیگه، منم به آلمانی براشون گفتم. بعدم گفت نظر چی؟ گفتم نظر من اینه که بله، این آدمی که اسمش داره اخاذی میکنه. ما نتوانستیم برای تأیید این موضوع به نامه مورد اشاره علی لیمونادی دسترسی پیدا کنیم. از همین رو به لحاظ قانونی پخش نام فرد مورد اشاره آقای لیمونادی برای رادیو فردا امکان ندارد. اما مدارک سفر آقای لیمونادی نشان می‌دهد که او همانطور که می‌گوید در آن تاریخ در فرانکفورت به سر می‌برده. در اسناد پرونده مربوط به شکایت از فریدون فرخزاد در دادستانی لس آنجلس این ضمیمه هم وجود دارد. بریده‌ای از یک نشریه محلی به نام رایگان به تاریخ 8 اردیبهشت 1368. این سند به عنوان نمونه ای از حمله های تند رسانه های فارسی زبان به فریدون فرخزاد ارائه شده. ما خودمون هم این کار میکردیم. وقتی که تریبونی درست میشد ما میگفتیم افشاگری. حالا یه موقع هستش که این افشاگری از مطبوعات خودمون شروع میکردیم، یه موقع بودش که در مطبوعات خود مثلا اروپایی مقاله میدادیم با پول مینوشتن برامون، یه موقع هم بودش که مثلا در کل مثلا اپوزیسیون یه شیطنت دیگه می‌کردیم. مثلا به طور مثال برای مدت خیلی خیلی طولانی جاسوسی مرحوم دکتر امینی شنود ما بود. ما می‌دونستیم که ایشون هر چی صحبت می‌کنه با هر کس ملاقات می‌کنه ما ضبط کردیم. یه نفر از این ماشین در مداغون هم صد متری گشته بودیم اونجا ضبط صوتش بود، چرا ضبط می‌کرد. بعد ما برای اینکه به اصطلاح از این موضوع بیشترین استفاده که می‌کردیم همین بود که مثلا افشاگری کنیم، یعنی می‌گفتیم مثلا فلانی با آقای امینی ملاقات کرده، یا مثلا فرزن دختر اشرف پهلوی آزاده شفیق می اومد پاریس، بلافاصله مثلا صحبت ها و جریان خصوصی شو اینا رو بلافاصله رو می کردیم که دیگه این یه وزنه نشه. 1687 روز تنها. در پس زندگی مردم پاریس، ایرانیان نگران ترور مخالفان جمهوری اسلامی در این شهر هستند.
یکی از آنها دکتر منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی و رهبر سازمان درفش کاویانی است، سازمانی که رادیوی فارسی زبان را در پاریس تأسیس کرده بود. فریدون فرخزاد بعد از بازگشت به اروپا هفته یک بار از بن به پاریس می رود تا برنامه هفتگی را در رادیو در روزهای جمعه اجرا کند. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه سلام همسایه در رادیو درفش کاویانی، برنامه امروزمون رو آغاز میکنم. امیدوارم که حال شما. کمتر از دو سال از آغاز همکاری فرخزاد با درفش کاویانی، او از این سازمان اخراج میشود. بعد از مدتی من اعتراف پیدا کردم که فرخزاد در بن با افرادی از سفارت جمهوری اسلامی، چند نفرشون از جمله مرتضی علی غلامی، جواد قدسی، مرتضی رحمانی موحد و فریدزاده در یک کافه‌ای در بن همدیگر رو می‌بینن. من دفعه بعد که فرخزاد اومد به پاریس، قبل از اینکه برنامه‌شو ضبط بکنه گفتم بیا دفتر من. اومد دفتر من نشست، بهش گفتم که تو با مایی یا با رژیم آخوندی هستی؟ گفت نه، البته که من با شما هستم. گفتم پس این نشست و برخواستات در بن با 4 نفر از اعضای سفارت جمهوری اسلامی چی هست؟ جا خورد و بهش گفتم آره، من اطلاعی که ما داریم در این قهوه خونه تو با اینا میشینی و اقلا یکی دو ساعت باشون صحبت میکنی. یه ساعت گفت که اینها با من ارتباط برقرار کردن و گفتن که مادرت مریضه و خواهرت اینا خیلی ناراحتن و اگر بخوای به ایران بری ما کمکت میکنیم. و روی اون که من کمکم بکنن که من برم ایران مادرمو قبل از اینکه فوت کنه ببینم، اینا با من می نشستن. من گفتم اینا تمام مقدماتیه برای اینکه خودتو ترور کنن و تو رو نمیذارن جون به سالم به در ببری بری به ایران. بنابراین این رابطه رو قطع کن. فرخزاد به من قول داد، بعد از یه بحث اقلا نیم ساعته قول داد که دیگه قطع میکنه این دید و بازی دارو. و رفت. هفته بعد دوباره به من دوستانمون یارانم اطلاع دادن که در همون قهوه خونه با همون افراد فرخزاد نشسته و مدتی صحبت میکرده. من گفتم دفعه بعد وقتی میاد پاریس برای ضبط برنامهش، قبل از اینکه ضبط کنه برنامهش رو بیاد دفتر من. اومد دفتر من و نشست و گفتم که خب دیگه ما یه دو سالی هست که با هم برنامه داریم، برنامه ضبط میکنیم، ولی متاسفانه مثل اینکه رسیدیم به آخر خط. 1702 روز تنها، 24 بهمن، سال مرگ فروغ. امروز که پلی شما نیستم آرزو میکنم بتونم به کشورم برگردم. اما این آخر خط یک شروع جدید برای فریدون است. او در یک گفتگوی تلویزیونی و در چند کنسرت از تغییر مواضعش میگوید. مگر همیشه باید من یک شو اجرا بکنم یا یک آواز بخونم؟ انسان در حال تغییر، کرم ابریشم پرنده میشه، از اون پیله میاد بیرون پرواز میکنه. چطور میخواین یه آدم همیشه یه جا بمونه و بپوسته، همیشه اونی باشه که دیروز بوده؟ بابا آدم عوض میشه. قبل از اینکه به اینجا برسه، خانم رفیعی در دایانا رفیعی در بن مدتی بود که با فرخزاد برنامه تلویزیونی ضبط می‌کرد برای اینکه این برنامه رو در چیز خودش که یه چیز برنامه‌ای داشت در هامبورگ به اسم Free Vision of Iran TV Network در اونجا پخش کنه و این برنامه رو میداد از طریق برادرش در لس آنجلس پخش میشد به روی ایران. من اون برنامه رو، یکی از اون برنامه ها رو دیدم وقتی تلویزیون آقای نادر رفیعی پخشش کرد
و خیلی ها دیدن حتما. فریدون فرخزادی که ما میشناختیم تو اون برنامه نبود. یه فریدون فرخزادی بود که ریشش رو 5-6 روز نتراشیده بود، به جای کروات که همیشه میزد کروات نداشت، یه پیراهن مشکی پوشیده بود، دگمه یخش رو انداخته بود، کت مشکی پوشیده بود و نشسته بود پهلوی خانم دایانا رفیعی و سوالای خانم دایانا رفیعی که بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بود، او فرخزاد هم تقریبا به نفع جمهوری اسلامی جواب میداد که معلوم بود که فرخزاد رو نشوندنش. بعد از اینکه ترورش رو من چیز کردم، من فهمیدم که قطعا این برنامه بود، آماده کرده بودن همه چی رو برای ترورش. نه اصلا همچین چیزی نیست، ویدیوش هستش، خیلی کروات زده. اینا شایعاتی بود که ساختن و متاسفانه بی جهت و بدون دلیل. نه فریدون فرخزاد با کروات، کتشوال بسیار آراسته و مصاحبه این نبود که خواهر من بخواد با ایشون انجام بده. ایشون میخواست حرفاشو مطرح بکنه. از اول تا آخر این مصاحبه که نزدیک یک ساعت، شاید یک ساعت و نیم بود، شاید یک دقیقه یا دو دقیقه بیشتر خواهر بنده صحبت نکرده و دقیقا تمام حرفای خودش بوده که میخواسته این حرفا رو مطرح بکنه. در طول این سالا اول که اومدم بیرون فکر کردم خب من باید یک جناح سیاسی بگیرم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و رفتم دنبال یک جناح خاص سیاسی، چون دو جناح بیشتر نیست، یا سلطنت یا جمهوری. امروز که به تمام این سالها فکر میکنم میبینم که یک کمی درست عمل کردم، یک کمی اشتباه. درست از این نظر که برجر راه دیگه نبود، اشتباه از این نظر که امروز به عنوان یک مرد هنرمند کشور شما به خودم میگم که ما دنبال چی هستیم. انسان آزاده که میگه من آزاد، من میگم من آزاده هستم، انسان آزاده به دنبال چه چیزی است؟ به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق برای انسان و حیوان و گل و گیاه و پرنده و چرنده، یا اینکه دنبال یک حزب به خصوص؟ انسان آزادی دنبال یک حزب به خصوص نمیره. دنبال انسان آزادی دنبال یک شخص به خصوص هم نمیره. هر چقدر هم عاشق اون شخص باشه، هر چقدر هم بخواد اون شخص رو، فرق نمیکنه کی، هر کی، لنین، استالین، ماوتستونگ، هر کی، فرق نمیکنه. نه این ویدیویی که آقای نادر رفیعی میگه تنها مصاحبه ایشون با خانم دیانا رفیعی نبود. اون مصاحبه که پدرم میگه ما داشتیم، خیلی هم دیدن. فرخزاد همونطور که پدرم میگه بلوز سیاه پوشیده بود، تا اینجا هم بسته بود، تحریش داشت و کاملا محسوس بود در این ویدیو که فرخزاد زیر فشاره و به اپوزیسیون ایراد گرفت، به خارج ایراد گرفت و عجیب از جمهوری اسلامی یه جورایی تعریف کرد. این شمایلی است شبیه آنچه که گفته می شود فرخزاد در مصاحبه دیگر با دیانا رفیعی داشته. عکسی از پشت صحنه فیلم سینمایی عشق من وین که فریدون در آن بازی کرد. خدا رو نمیدونم. آقای جمشید نیاورانی، فامیلم. 100 سال نمیگر ندید. ویدئوی ادعایی از گفتگوی تلویزیونی فریدون فرخزاد با ظاهر متفاوت را هیچ جایی پیدا نکردیم. من از ایران آمده بودم بیرون، بهتر اینطور بگم، با این تفکر آمده بودم که اینجا بله ارتش رهایی بخش و ارتش آزادی بخش و از این حرفا میان و ایران رو میگیرند و از این حرفا. خب در آخر کار به این نتیجه رسیدم که این ملت‌های کشورها هستن که به هر جهت با نارضاییشون، با رضایتشون، با قیامشون، با نشست و برخاستشون، با دادشون، با بیدادشون، با بحث و گفت، با هر چیزشون، برجت حکومت‌ها رو به اونجایی میارن که بابا این درست نیست، این درسته. خب اما این ملتی که امروز مثلا میخواد با آقای رفسنجانی بگوید که بابا نون مهمه، آب مهمه، تحصیل مهمه، هنر مهمه، این ملت در لس آنجلس نیست، ملت در ایرانه. در ایران. فکر میکرد که داره میره به ایران و میخواست حرفایی که قبل از این که بره به ایران رو اینجا بزنه و اون عقده ها و ناراحتی ها و اون چیزهایی که از جامعه ایرانی به خصوص از هنرمندان لس آنجلسی داشت یه مقدار خودش رو خالی کنه و مطرح کنه که به چه دلیل هست. و از طرفی هم خواست به نوعی صحبتهای خودش رو، حرفای خودش رو به گوش جمهوری اسلامی برسونه که تا اندازه‌ای از نظر
طرز تفکری که داشته عوض شده و دیگه به اون صورت آدم مبارزی نمیخواد باشه. یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، خاک پر سلامتم، درد من بی کسی است، خاک ایران که نیست. در این بازه زمانی لحن فریدون فرخزاد در بعضی از کنسرت‌هایش تغییر می‌کند و او دیگر آیت الله خمینی را آماج حملات تند خود قرار نمی‌دهد. نه، من روش با آدمی که مرده واقعا هیچ وقت نه جوک میگم. زشت‌ترین کار اینه که تو این کافه‌ها یه مش بی‌سواد ایرانی راجع به آیت الله خمینی جوک میگن. اگر مرد سیاسی هستند خب برن خوب مبارزه سیاسی کنن. جوک گفتن راجع به آدمی که برجد 10 سال تاریخ کشور ما رو مشخص کرده هیچ دردی از کسی دوا نمی‌کنه. وانگهی در فرهنگ زبان فارسی وقتی یه آدم میمیره و دستش از دنیا کوتاهه زشت‌ترین کار اینه که راجب او جوک بگن رو فلان. صحبت این بود که ما جامون رو عوض بکنیم، یه خونه بزرگتری در واقع نیاز داشتیم. فریدون دائم میگفتش که نه، احتیاجی نیستش، دنبال خونه بگردی، هممون برمیگردیم ایران. و میگفت آخه کی مثلا به سوی همچنم؟ گفت نه، آدم های مهمی هستم. بالاخره یک بار گفتش که من با این مأمور سفارت با هم تماس گرفتن و به هم قول همه چی رو دادن. سفارت جمهوری اسلامی در شهر بن، ایستگاه مرکزی وزارت اطلاعات در اروپا، جایی که مأموران امنیتی ایران در طبقه سوم این ساختمان مخالفان را رصد می‌کردند. زیر نظر این فرد، حسین موسویان، سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان، اینجا همراه با علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت که با همتای آلمانیش در بن دیدار می‌کند. آقای موسویان قبل از صدور رأی دادگاه میکونوس ارتباط تمامی ترورهای سیاسی با جمهوری اسلامی را انکار میکند. ما اعدام بدون دادگاه در داخل ایران هم انجام نمیدیم، با قانون اساسی ما مغایره. منتها ما بعد از قضیه برلین هم موضوع علت مرگ 4 کرد ایرانی رو رها نمی کنیم، دنبال میکنیم ببینیم چه دستهایی در کار بوده که اینا کشته شدن. ما رسما اعلام کردیم به سران جامعه اروپا که با ترور و تروریسم در هر شکلی، به هر دلیلی، در هر کشوری، توسط هر کسی، با هر شیوهی مخالف. حسین موسویان بعدها به عضویت هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در می آید. او در سال 1387 به اتهام آنچه اخلال در امنیت ملی اعلام شد به 2 سال حبس محکوم می شود. آقای موسویان در یک گفتگوی تلفنی به پرسش های ما درباره قتل فریدون فرخزاد پاسخ می دهد. بله، فریدون بند خدا توی بن زندگی می کرد، تماس گرفت با سفارت. از سفارت ما آقای رحمانی که مسئول بخش ایرانی ها بود و مسئول امور فرهنگی بود با هم دیدار داشتند، چقدر هم با هم به اصطلاح گرم و گل صحبت کرده بودند. فریدون هم گفته بود به آقای رحمانی که من از به اصطلاح سوابق گذشته پشیمونم، چه علیه مغازی که علیه آقای خمینی گرفتم و علیه کشور. این اپوزیسیونی که خارج از کشور هستن، من فهمیدم که اینا تهشون هیچی نیست و من میخوام برگردم به ایران و ایران زندگی بکنم. حالا اینکه مجوز کار هنری داشته باشم یا نداشته باشم برام مهم نیست، میخوام تو کشور خودم باشم. سفارت هم اون دوره خدا شاهده با کمال صفا و صمیمیت و صداقت دنبال کردیم. ما با مراجع قانونی هم هماهنگ کردیم، گفتن ایشون میخواد بیاد بیاد، اوکی شد، رو برگشت گرفتیم. به خود فریدون هم آقای رحمانی گفت و این بنده خدا داشت خودش رو آماده میکرد. ما تأمین امنیتش رو تضمین کرده بودیم از طرف مقامات، چون من خودم ایران صحبت کردم با
مسئولین که این بند خدا بالاخره ایرانیه میخواد برگرده کشورش، کاری هم نکرده. حالا فرض کن دوتا صحبتی کرده، حالا دوتا استیتمنت مخالف داده، اهمیت نداره. و کاملا موافقت گرفتیم ما از مجموعه حاکمیت که ایشون برگرده، بهش تضمینم دادیم، داشت کاراشو میکرد، میگفت زندگیمو دارم جمع میکنم، که یه دفعه و حادثه اتفاق افتاد. آقای موسویان این ادعا را در حالی مطرح می کند که همان مراجع مورد اشاره او از سوی دستگاه قضایی آلمان در پرونده ترور میکونوس گناهکار شناخته شدند. ننشینید و نبینید که فرهنگ ایران جان و مال و ناموس شرف ایران رو به دست ابله و جنایتکاری به نام روح الله خمینی دادند. بلند شید مردم، قیام کنید، برخیزید، ننشینید و تحمل نکنید مردم ایران. اما چطور فریدون فرخزاد از این شور و هیجان به جایی میرسد که به گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی تن میدهد؟ این رو من میدونم که فرخزاد بسیار دلتنگ مادرش بود، بسیار، و شاید یکی از دلایل بسیار بزرگی که برای خودش میداشت که به ایران برگرده این بود که بره مادرش رو ببینه. از طریق مادرش فریدون رو در واقع فریب دادن که تو بعد از اینکه در واقع برگردی ایران همه امکانات برات فراهم هستش، اگرم بخوای ما میتونیم مادرتو هر جایی که بگی بیاریم که ببینیش، ملاقاتش بکنی. که گفت فریدون میگفتش که نه دیگه، اگه قراری که برگردم به ایران دیگه به هر حال این قضیه حل هستش، چون مادرش هم به هر حال پیر بود، مریض بود و امکان مسافرتش اصلا نبودش. توی وضعیت روحی بدی بود، تو وضعیت مالی بدی بود، شاید امید داشت که برگرده مثل خیلی‌ها که این اواخر جمهوری اسلامی گذاشت برگردن برن دیگه. من یک آرتیست هستم، نمایش بلد نیستم بازی بکنم، خیلی غمگین هستم، وحشتناک و وحشتناک تنها و خیلی تنها، تنها‌تر از شماها، برای که من در بروزربرگ زندگی میکنم، رانندگی هم بلد نیستم، به همین ترتیب همیشه در خونه هستم و خونه خیلی دیگه رو سرم سنگینی میکنه، ولی میخونم دیگه، همه دنیا میخونم و حرف میزنم. براتون میخوام بخونم. شما دیگه غمگین نباشید. برای اینکه غمی که شما دارین خیلی از مال من بزرگتره. مال من مسئله نیست. برجت حل میشه. بنابراین میخونم براتون. خب این اواخر دل سرد شده بود. از همه دل سرد شده بود. از جریانات سیاسی دل سرد شده بود. از مردم ایران دل سرد شده بود. رفتارشون، از رفتاری که در لس آنجلس به قول خودش این شهر جهنمی لس آنجلس باز شده بود خیلی در سرد شده بود و جای تأسف دیگه. شنبه 8 بهمن 1362. دیگر تحمل ندارم. خیلی 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 خسته و درمانده هستم. دلم برای ایران، برای خانه، برای سگ‌ها، برای باغچه، برای مادرم و بچه ها خیلی تنگ شده. فقط سعید و بلاکی ماندن. بلاکی نمیداند. سعید که میداند دور از من است. تنها هستم. تنها هستم. میل به خودکشی و آزاد شدن از این همه درد و رنج دارم. و بعد توی وزارت اطلاعات با گزارش هایی که من خودم شخصا خوندم در اون سال، این یک شخصیت زیگزاگی داشت. یعنی که در یک لحظه میتونستش خیلی عصبانی باشه و تون بره، در یک لحظه میتونست خیلی عاطفی باشه و خیلی نرم رفتار بکنه. در ارتباط با کارهایی که زیگزاگی میکرده ایشون، گزارش هایی هستش که به شدت بعضی از دوستانش باهاش مشکل پیدا میکردن و یا بعضی از کسانی که به شدت فوراً باهاش دوست میشدن. این تو وزارت اطلاعات کلیدهایی هستش از شخصیت‌های مختلف که وقتی که شخصیت یابی میکنن برای اعمال نفوذ یا نزدیک شدن یا به هر ترتیبی که میخوان از به اطلاعات جدید یا به امکانات جدید دست پیدا بکنن، این نکات شخصیتی خیلی خیلی مهمه و باعث میشه که اون از این نکات بتونن راه درست رو پیدا بکنن برای نزدیکی. این رو چون به این حالت بودش، بلافاصله توی آلمان به ایستگاه آلمان به مجید امینی که اون موقع توی سفارت کار میکرد در بن، سفارتمون در بن بود، دستور دادن که ببرنش زیر تور.
در همسایگی فریدون فرخزاد در شهر بن کتابخانه‌ای وجود دارد که از سوی بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی اداره می شود. این کتابخانه امروز دیگر تعطیل شده و محل دقیق آن مشخص نیست، اما جایی بوده که گفته می شود فریدون اولین تماسهایش با سفارت ایران را در آنجا برقرار می کند. چون فریدون اونجا زندگی می کرد، از اونجا شروع کردن به فریدون نزدیک شدن. خب فریدون ها که همه می شناختن، خب طبیعتا همین جوری از اونجا شروع شد با این با فریدون نزدیک شدن و صحبت کردن و کم 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 به اونجا رسید که حالا اونجا زمان رفسنجانی بود که حالا مشکلی نداره، اگه بخوای بری ایران هم میتونی بری و بیای، همه اومدن پاسپورتاشونو گرفتن، خب تو چرا نمیگیری؟ خب کم 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 این رابطه ایجاد شد. در بن کنار خونه من یک مرکزی که وقتی متوجه شدم از بس بچک و زن سیبیلو دیدم به جان مادرم راست میگم در آسین های بسیار بلند و توی کشوری که خداوند میدونه چقدر زناش خوشگلن و اصولا این مسائل دردی بر کسی وارد نمی کنی که آدم بخواد حجوم اینا ببره، ولی کم دستش رو پوش دامن کفش برا برا. گفته می شود فریدون اینجا با شخصی به نام دکتر جواد قدسی، یکی از کارمندان محلی سفارت ایران، آشنا می شود. قدسی یک کارمند محلی بود، به قدری هم این آدم نجیب و کم حرف و خجالتی بود که حرف روزانش هم نمی تونست بزنه. اصلا این آدم توی سیستم امنیتی نبود که. گالیندوپول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از دکتر جواد قدسی نام می‌برد که به فریدون درباره فعالیت‌هایش علیه جمهوری اسلامی هشدار داده بود. گزارشو نخوندم، جوابم ندادم، برام مهم نبود، چون من خودم پیگیری می‌کردم. دولت آلمان میگفت دولت ایران دخالت نداشته، بقیه‌ش هم نمی‌تونیم به شما بگیم. خود فریدون به دفتر من زنگ زد که من میخوام یک نفر بازی از طرف سفارت به رفتنم با ایران ملاقات کنم. من با آقای رحمانی گفتم به احترام ایشون بگیرید، اگه سفارت هم میترسه نمیخواد بیاد نیاد، شما برو یه جایی، حتی ناهارم دعوتش کن، معاون خودم فرستادم براش. اون زنگ زد، ما تماس نگرفتیم عزیز من. که روز 16 مرداد 1358 مرتضی رحمانی موحد، معاون وقت سفیر ایران در آلمان غربی و سفیر کنونی جمهوری اسلامی در ژاپن. همه پرسی ملی گذاشتن سرنوشت فلسطین در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال 2019 ثبت شده. او یکی از کسانی است که با فریدون دیدار می کند. در گزارش سازمان ملل از آقای رحمانی موحد هم نام برده می شود که بر این اساس همراه با شخصی به نام علی غلامی فریدون فرخزاد را در صورت عدم همکاری با رژیم به قتل تهدید می کنند. آقای رحمانی موحد به درخواست ما برای مصاحبه پاسخ نمی دهد. علی غلامی که نام اصلی او مرتضی غلامی است، کارمند طبقه سوم سفارت جمهوری اسلامی با هویتی مرموز. این عکسی است که نشریه فوکوس آلمان منتشر کرده و مدعی شده تصویر مرتضی غلامی است. مدارک سازمان اطلاعات آلمان نشان می‌دهد که آقای غلامی احتمالاً نقش رهبری عملیات حمله به سران کرد در رستوران میکونوس برلین را داشته است. آقای غلامی مأمور امنیتی بود در سفارت ایران در بن. اون موقع سفارت در بن بود. ایشون با فریدون در تماس بودند. فریدون تماس داشت با آقای غلامی و به فریدون وعده اینو داده بودن که به زودی برمیگردی ایران و برنامه هات هم داری و همه چی در واقع طبق دلخواه خودت انجام میشه. خود همین آقای سعید هم میگفتش که ما بعضی روزها میرفتیم مرکز شهر با فریدون و فریدون با همین آقای غلامی مال سفارت که مأمور امنیتی بود صحبت میکنه. غلامی من نمیدونم کیو میگن، ممکنه بچه های اطلاعات بوده باشه، چون اینا اسماشون که مستعاره. حالا من واقعا یادم هم نمیاد اسماشونو، چون این بچه های اطلاعات که
تو هر نمایندگی برن مثل CIA، مثل FBI اینا که میرن، اسم واقعیشون که نیست که. ما اصلا نمیدونیم اسمشون، اسم واقعیشون چیه. به رغم ادعای آقای موسویان، رادیو فردا در تحقیقات خود به این مدارک از وزارت خارجه آلمان دست یافت. این مدارک نشان می‌دهد که نام مرتضی غلامی به عنوان وابسته رسمی سفارت جمهوری اسلامی به دولت آلمان معرفی شده. در صدر همین فهرست نام حسین موسویان با عنوان سفیر دیده می‌شود. این طبقه سوم سفارت زمان شاه طبقه ساواک بود. طبقه سوم بعد از انقلاب هم به دستگاه امنیتی ایران داده شده. همیشه هم بود. ربطی به دوره من نداره. قبل از دوره من بود، بعد از دوره من بود، قبل از انقلابم بوده. Als Reaktion auf den iranischen Bombenangriff haben etwa حدود 4 ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد، کسانی که سازمان مجاهدین خلق هواداران خود معرفی کرد، چند سفارت جمهوری اسلامی از جمله ساختمان بن را تصرف می‌کنند. کسی نمی‌داند آیا این افراد درباره مأموران اطلاعاتی مستقر در آلمان یا گفتگوهای فریدون فرخزاد با سفارت اسنادی به دست آوردند یا نه. فریدون فرخزاد اینجا در یک مهمانی خصوصی می‌گوید ظاهراً دیگر ممنوعیتی برای ورود کتاب‌ها و نوارهای ویدیویی برنامه‌هایش به ایران وجود ندارد. نشانه ای از باور او به آغاز تحولات در ایران. بعد از اینکه آقای هاشمی شد رئیس جمهور، اون یه کلک خیلی بزرگی زد و همه ایرانی خارج از کشورم تقریبا این کلک رو خوردن. یعنی اومد گفتش که هر کس که میخواد برگرده برگرد. برای اولین بار کنسولگریمو بدون هیچ نوع مشکلی به همه پاسپورت میدادن. اصلا که قبل از اون یه ایرانی اگه اپوزیسیون بود بهش پاسپورتش رو نمیدادین. اگه امروز گورباچوف در همین ایران امروز ظهور بکنه، سوال من بعد از اون کسی که برنامه ما رو ببینه اینه که شما چیکار میکنی؟ من میدونم من چیکار میکنم. برای من مسئله وطن من هست. من یک ایرانی هستم. بله. در اول کار. یک ایرانی آزاده خواهم. من یک ایرانی هستم که میگم از حقوق یک انسان میخوام برخوردار باشم. همین. هیچ وقت من نفهمیدم چطور ممکنه همچین تحلیلی کسی که تا این حد درجه سیاسی علمی داره و اینا به این باور رسیده باشه که میتونه بره ایران. اصلا باور نکردنی بود. ولی به هر صورت وقتی که شما سال 90-91 نگاه میکنی، این موجی که در همه اپوزیسیون‌های ایرانی در آمریکا و اروپا ایجاد شده بود که ممکنه هر روز اصلا همین الان آقای خامنه‌ای دستور عفو عمومی بده و همه برگردن ایران، این اصلا داشت همه رو نابود میکرد. یعنی لحظه شماری شده بود برای همه نیروهای اپوزیسیون که برن پاسپورت‌های ایرانیشون رو بگیرن و آماده باشن برای ایران، و خیلی هاشون هم رفتن و خیلی هاشون هم از آمریکا اومدن ایران، برای اینکه گفتن دیگه قضیه تموم شد، تون روی تموم شد، اعدامات تموم شد، آقای هاشمی اومده، اینجوری شده، اونجوری شده. و این زمان به اصطلاح این فاز 2-3 ساله‌ای که آقای هاشمی درست کرد برای که همه نیروهای مخالف خودش رو توی تور اطلاعاتی خودش قرار بده، یکی از شاید شاهکارهای اطلاعاتی مثلا تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم بعد اسمش رو گذاشت. واقعا همه رو آورد، حالا بچه همه یکی یکی نابود کرد. حالا یکی رو گرفت مثلا پولاش رو گرفت نابودش کرد، یکی رو بیاوروش کرد، و هر حال یکی رو کش، یکی رو تصدف داد، برای همه یکی یکی از جلوی پا برداشت. خانم پریسا که میاد به پاریس بخونه، حالا خوند یا نخوند مسئله دیگری است، ولی همین که شروع شده به اینکه پریسا نامی بیاد به پاریس بخونه، این یعنی یک تجدید نظر در مغز بعضی افراد در مملکت ما. در مملکت ما هم باید پس یک تجدید نظری در خودمون بکنیم راجع به مسائل جاری در جهان. فریدون هیچ وقت باور نمی‌کرد که همچین اتفاقی واسش بیفته. فریدون فکر می‌کرد فریدونه که داره با اینا بازی می‌کنه. فکر میکرد که برمیگرده، مثلا میتونه بره ایران یا به هر وسیله مادرشو ببینه، و اگه نهایتا میخوان جلوگیری بکنن از اینکه دوباره از ایران خارج بشه، و اون همونجوری که دفعه قبل اومده این دفعه هم میاد. و اونجایی که علاقه خاصی به مادرش داشت و همیشه میگفت اگه مادر من اتفاقی براش بیفته من خودمو میکشم.
خدا فریدون آقا از تمام این مسلمان ها مسلمان کرد. فکر کردم از اون فریدون کافره رو سه رفتی ها میخونه میرخصه نمیدون سنگه فریدون چهار رفت کربلا رفت هر دفعه از آلمان میخواست بیاد تهران اول میرفت کربلا زیارت میکرد بعد میمد تهران شب میخوابید یه قرآن یه عکس حضرت علی بارتش میبوسید میخوابید صبح ها میشد اینا رو میبوسید از در میمد ببینید من مسلمونم من خودم کسی هستم که واقعا عاشق علی هستم حالا بعضیا دوست من دارم من اینجوری تربیت شدم این تربیت منه من چرا عاشق علی هستم به خاطر که گفتند به من همینجوری که گفتن دست نکن تو دماغت بده دزدی بده بله دروغ نگو نمیدونم با بیجامه نرو تو خیابون همونجوری هم گفتن علی شوهر بیوه زنانه پدر یتیمانه مولای متقیانه اگر دو خرما داشته باشه قسمت میکنه به من گفتن علی اینه اینه حتی مولوی رو بخونید که علی رو خدا میبینه خدا یعنی چی؟ خدا به خود آمدن خدایی توی خودتون رو ببینید شما خدا شما این مردم ایران خدا شما این وقتی به ذات خوبتون میرسید خدا هستید شما مگر انالحق کی گفت انالحق من خدا هستم برید ببینید کی گفته انسان خداوند هست ما ایم همه چیز بعد مذاکرات فریدون فرخزاد با جمهوری اسلامی هرگز او را به وطن و مادر نمی رساند در مقابل شایعات همکاری او با رژیم شدت می یابد و فاصله او را با مخالفان حکومت بیشتر می کند فریدون یه منبع خیلی خیلی خوبی بودش برای اینکه ارتباطات به اصطلاح اپوزیسیون رو از طریق توری که توش قرار گرفته لو بده یعنی هم در داخل هم در خب عملاً درفش کاویانی از طریق همین تور ضربه شدیدی بهشون خورد دیگه خیلی هم ضربه شدید بود و تا زمانی که اینها به اصطلاح میخواستن از این ارتباطات ایشون استفاده بکنن این بازی ها رو باش ادامه میدادن بعد از فاش شدن دیدارهای فریدون با نمایندگان جمهوری اسلامی برخی درباره گذشته او هم تردیدهایی را مطرح می کنند به محض اینکه برادرم کشته شد تمام انگوشا به سوی فریدون رفته بود و با خانواده من که صحبت کردن قبل از اینکه حتی من از اسپانیا برسم همه اعضای خانواده همسر سابق اون و برادرها همه گفتن که فلان کس در قتل ممکنه دست داشته باشه یا اون جاشو لو داده یا اون خبر داشته حالا تمام این داستان پیش اومد هیچ چیز هم هیچ وقت ثابت نشد ولی این احساس همیشه در ما وجود داشت و به صورت یک سوالی که هیچ وقت جواب داده نشد همیشه موند همینجور دو سه شب از خواب تهران رو میبینم. دیشب خواب دیدم به تهران برگشتم. شب قبل هم باز در تهران بودم. با سعید رفته بودیم تهران. تهران خمینی. خودمان را از پاسداران پنهان کرده بودیم و آنها به دنبال ما بودند. بعد فرار و درگیری. بالاخره بیداری. 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 شکر خوردن توتوی هم نمیتونی ببینی یه حتی بر جنس بی از بس شکر کپانی تو ایران خوردی
این ساختمان جایی است که فریدون فرخزاد احتمالاً اینجا به استقبال قاتلانش می‌رود، کسانی که تا به امروز از قانون گریختند. سه نفر رو می‌خواستن تو آلمان ترور بکنن و پلیس هیچ کشوری هم از من نخواسته که حقایقی که می‌دونم بهشون بگم. روابط سازمان امنیت داخلی آلمان با وزارت اطلاعات ایران رسمی بود. اون گفت ما اجازه داریم ایرانی‌هایی که دشمن ما هستند رو به قتل برسونیم. با فریدون فرخزاد رفیق شد و حتما ضربه اولا به نحوی بزنی که در گلو فرو بره. گفت کشتنه. شهرت چیز کاذبیه که در از درد و رنج و بدبختی به انسان هنرمند واقعا هیچی نمیده. هیچی. میدونین نصف بیشتر مردم دنیا دیوونه هستن. دوست داریم دیوونه بشین؟ دیوونه ها بهترین اوغلای روی زمینن. جمعه و هر جمعه ساعت 12:30 برنامه شوی فریدون فرخزاد به حاله رو از تلویزیون پارس چنل 18 تماشا بکنین، حتما دیوونه میشین. بزن شاگر گفتگوی فریدون فرخزاد با سفارت جمهوری اسلامی در بن به نظر بسیاری از دوستانش نوعی دیوانگی بود، اما به ظاهر فریدون حاضر بود حتی به قیمت بدنامی و دیوانگی به ایران برگردد. تمام تلاشمون کردیم، واقعا مخلصانه از صمیم قلب پیگیری کردم فریدون برگرده، چون انقدر مرتضی رحمانی مجذوب شده بود و میگفت حسین گناه داره این بیچاره، یه حالا این عشق میرخته پیش مرتضی، گریه میکرده که من میخوام برگردم مادرم فلان. یعنی ما همه واقعا یه مسئله از نظر و روحی و روانی یه تعهد عجیبی پیدا کرده بودیم. انقدر من این قضیه رو دنبال کردم. من با آقای هاشمی گفتم اول که رفتم، گفتم ایشون بنده خدا اومده میخواد برگرده ایران. گفت یه نامه رسمی برای من بنویس. من نامه به وزیر خارجه و رئیس جمهور نوشتم که ایشون ما خواهش میکنیم برگرده. ایشون گفت باید این گردش کاراش بشه تو دستگاه مختلف، شما مثلا برو یه مدوم دیگه. یه مدوم بعدش که من رفتم ایران، آقای ولایتی من گفت اوکی دادن، آقای هاشمی هم من گفت اوکی دادن. همه کارام شد، بهش هم قولم دادیم، قطعی هم شد. دو روز زمانی که ای داشت اسباب کشی میخواست بکنه و وسایلشو بفروشه و زندگیش جمع کنه بره زدنش. این ادعای حسین موسویان درباره تضمین‌های امنیتی به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی مطرح می‌شود که شخص آقای رفسنجانی در پرونده‌های ترورهای فرامرزی طی همان سال‌ها همچون آمیا و میکونوس رسماً به عنوان یکی از آمرین اصلی ترور معرفی شده است. به رغم تغییر مواضع فریدون بعد از ارتباط با سفارت جمهوری اسلامی، در کنسرت کانادا که به احتمال زیاد آخرین کنسرت فرخزاد است، او مانند گذشته به تندی از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. اولش یواش بعد تون میشه. برای کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده؟ مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه
100 تومن پول بگیرن، جهان میگذره، با 100 تومن 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. اما این کنسرت با یک ادعای سفارت جمهوری اسلامی در بن تناقض دارد. به عقب برمیگردیم. سفارت جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به گالیندوپول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می نویسد قاتل فریدون فرخزاد قطعاً مخالف حکومت ایران بوده و او به تازگی در مراسمی در کانادا سازمان مجاهدین خلق را به دلیل همکاری با صدام حسین محکوم کرده بود. من معتقدم که این از بیرون زدنش برای اینکه راه بازگشت ایرانیایی که میتونن ببین 10 تا آدم مثل فریدون فرخزاد برمیگشت یه لجیتیمیسی به حکومت میداد دیگه. اینا که بی آزار بودن دیگه. خب اینا راه با 4 تا قتل اینطوری کار میکنن که هیچکی جرأت نکنه دیگه. نه با سفارت های ایران تماس بگیره نه برگرده. ادعای آقای موسویان درباره قتل فریدون فرخزاد به دست مخالفان جمهوری اسلامی در حالی است که در همین بازه زمانی تعداد زیادی از مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور به قتل می‌رسند. شماری از سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای پلیس کشورهای غربی و حتی در مواردی دادگاه‌های این کشورها جمهوری اسلامی را طراح این قطرهای زنجیره‌ای معرفی کردند. عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بیمغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1,000,000 مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شما ها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. اینها مذاکراتی رو به گمان من میکردن که یه جا هست که زندیات فرخزاد زیر بار همین اون تعهدایی که از اون میخوان نمیره و معامله به هم میخوره و اینها دیگه نمیتونن سوژه رو بلا تکلیف رهاش کنن، در نتیجه از بینش میبرن که حرف و حدیثی از قول او بعدن عنوان نشه به گمان من. حیات جمهوری اسلامی به کشتن آقای فرخزاده که در حوزه علمیه حمایت آقای خامنه‌ای بیشتر بشه، بردن آقای فرخزاد به ایران یعنی پایین اومدن شخصیت آقای خامنه‌ای. مشکل آقای خامنه‌ای این نیستش که بلد نیست چجوری مثلا دل مردم رو به دست بیاره، مشکلش این هستش که چجوری حوزه علمی قم و آیت الله ها رو پشت خودش نگهداره. گفته می شود فریدون در روز قتل به استقبال احتمالاً 2 نفر در ایستگاه مرکزی بن می رود. او قبل از رفتن به ایستگاه به گفته چند نفر از دوستانش از خاروبار فروشی محله برای مهمانها هندوانه می خرد. پلیس بعد از ورود به خانه با سفره پهن، 2 بشقاب، 1 نوشابه و مقداری گز بر روی زمین روبرو می شود. ظاهراً سگ‌های فریدون غذای باقی مانده را خوردند. فریدون یه دفتری داشتش، دفتر یادداشتی داشتش که تمام ملاقاتاش رو در اونجا می‌نوشت. هر چی ملاقات، هر برنامه‌ای که داشت اون دفتر بود و از پلیس هم من گفتم که شما اونو پیدا کردید؟ پلیس گفتش که نه، پیدا نکردیم. گفتم که شما اگر به دست بیارید اون دفترچه رو، تمام اطلاعات در اونجا ذکر شده، با کیا ملاقات داشته، با کیا
قرار داشته و میرفته میامده برنامه هاشو همه اون گفت نه متاسفانه اونو ما پیدا نکردیم. به جز دفترچه یادداشت، دوربین عکاسی فریدون هم مفقود می شود. دوربینی که اینجا در مهمانی تولدش در استرالیا همراهش بوده. دوربین کوچک ماک کنون که به گفته یکی از دوستانش فریدون عادت داشته با آن از مهمانانش عکس بگیرد. مقام های جمهوری اسلامی در ابتدا درباره قتل فریدون فرخزاد دو روایت مختلف مطرح می کنند. یکی مربوط به روابط جنسی و انگیزه های شخصی و دوم قتل او از سوی سازمان مجاهدین خلق که اخیراً بار دیگر مطرح شده. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران مدعی می شود که فریدون به دفتر او تلفن می کند و می گوید از اینکه به عراق و اردوگاه مجاهدین رفته پشیمان است. به گفته ی آقای سلیمی نمین، فریدون سازمان مجاهدین را خائن می نامد و به او می گوید که قصد دارد به ایران برگردد. آقای سلیمی نمین می گوید تمامی مکالمه ها بر روی نوار ضبط می شد. بعد اومدن گفتن که ما اشتباهی روی رکورد دست زدیم و پاک شد. اینقدر من عصبانی شدم و ناراحت شدم که در تمامی اقدامات تروریستی که رژیم کرده تلاش کرده که اون رو به گردن خود مجاهدین بیاندازه، از جمله ترور دکتر کاظم رجوی. خب خیلی مشخصه که سلیمی نمین اینجا نعل وارونه میزنه و سعی میکنه که اون اقدام تروریستی رژیم رو به گردن سازمان مجاهدین بیاندازه. اما حسین دهباشی، پژوهشگر و مستندسازی که زمانی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین بود، روایت خودش را دارد. آقای دهباشی میگوید گفتگوهای فریدون فرخزاد با مقامهای جمهوری اسلامی و تغییر موازش باعث شد که سازمان درفش کاویانی از طریق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA او را از میان بردارد. باری دیگر به لس آنجلس میرویم. منوچهر گنجی، رهبر سازمان درفش کاویانی، این اتهام را رد میکند. او میگوید سازمان درفش کاویانی هرگز از سوی پلیس آلمان مظنون به قتل نبوده است. هیچ وقت هیچ دستگاه قضایی آلمان با من تماس، دستگاه قضایی آلمان تنها موردی که با من تماس گرفت و من رفتم به دادگاه و شهادت دادم میکونوس بود. اون قتل کردای ایرانی بود در برلین که دادگاه میکونوس بود و من در اون دادگاه اقلن به مدت جمعاً به چند روز به مدت 7-8 ساعت شهادت دادم که جمهوری اسلامی چگونه ترور رو انجام داد، عمل تروریستی رو. ولی هیچ کدوم، هیچ کشور دیگری از من نخواسته و هیچ دستگاه قضایی هیچ کشوری نخواسته از من و پلیس هیچ کشوری هم از من نخواسته که حقایقی که میدونم بهشون بگم. سازمان درفش کاویانی یکی از گروه‌های سیاسی مشروطه‌خواه مخالف جمهوری اسلامی است. این سازمان می‌گوید جمهوری اسلامی 7 تن از اعضای آن را در خارج از ایران ترور کرده است. در مدارک دادگاه ترور سیروس الهی، یکی از مؤسسان سازمان درفش کاویانی، به گزارش پلیس جنایی فدرال آلمان اشاره شده که در آن پلیس آلمان می‌گوید قتل فریدون فرخزاد می‌تواند قتلی سیاسی باشد. این مدارک به ما نشان می‌دهد که گزارشی کامل درباره قتل فریدون فرخزاد از پلیس جنایی فدرال آلمان وجود دارد، گزارشی که پلیس به ما نمی‌دهد. درباره دیگر قربانیان از جمله محمدی، مرادی، طالبی و فرخزاد عراقی، عملیات علیه اشخاصی انجام شده که به حکومت ایران ضربه زده بودند. به ظاهر نه گریختن دو خلبان ایرانی به اردوگاه دشمن و نه تحقیر اسلام در سخنان فرخزاد عراقی در ملأ عام برای ایران قابل اغماز بوده است. دایره این دست از افراد سلمان رشدی نویسنده را نیز در بر می‌گیرد که طبق ارزیابی ما در خطر جدی است. یافته‌های به دست آمده از موارد پیشین نشان می‌دهد که حتی تمهیدات امنیتی سنگین و پرهزینه مانند مورد شاپور بختیار در جلوگیری از اقدام به سوء قصد کارایی ندارند. حفره‌های امنیتی که معمولاً
در نتیجه خوشباوری قربانی نسبت به معتمدان شخصیش ایجاد می شوند به دقت رصد شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به ظاهر مجرمان برای ترور فرخزاد در سال 1992 در بن از یک شخص معتمد او استفاده کرده اند. حدود 2 سال تلاش ما برای پیدا کردن اصل گزارش پلیس آلمان درباره قتل فریدون فرخزاد ما را به یک آرشیو شخصی در یکی از روستاهای آلمان می‌کشاند. این خلاصه ای از گزارش پلیس فدرال آلمان است که 1 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد نوشته شده. درست زمانی که دادگاه ترور میکونوس شروع شده است. در این مدارک پلیس جنایی فدرال آلمان به روشنی فریدون فرخزاد را دشمن حکومت اسلامی ایران می‌خواند. گزارش پلیس نشان می‌دهد که قتل فرخزاد نشانه‌های یک عملیات جمهوری اسلامی را دارد. بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد عوامل این جنایت با استفاده از یکی از آشنایان فریدون او را از پا درآوردند. طبق این مدارک در آن مقطع زمانی یعنی مهر ماه 1371 از سعید محمدی به عنوان کسی که میتواند مظنون به قتل باشد نام برده شده. فریدون به من و امثال من که هزاران جوان هستند و در طی این چند سالی که این آشوب در ایران به وجود آمده یاد داد که چگونه فکر بکنیم، چگونه زندگی بکنیم و هنر رو از چه زاویه‌ای ببینیم، مردم رو از چه زاویه ببینیم. فریدون به من حتی یاد داد که دشمنان من دوست داشته باشن و دوستشون دارم. فقط این رو میخوام بگم که آگاه باشن. رابطه دوستی سعید با فریدون در زمان قتل قطع شده بود. سعید محمدی میگوید پلیس فدرال آمریکا FBI از جانب پلیس آلمان تحقیقات درباره او را ادامه میدهد. به گفته سعید FBI از او بازجویی میکند و نمونه خونه او را میگیرد. سعید میگوید بعد از این بازجویی پلیس آلمان یا هیچ یک از نهادهای امنیتی کشورهای غربی با او تماس نگرفتند. اما سعید محمدی در زمان قتل کجا بوده؟ استاپ کرده بودم و نمیخوندم، کویت کرده بودم و در آلمان کار یک شرکت داشتم تو موقع در فرانکفورت و یک مغازم داشتم میرفتم پست که یک بسته رو پست کنم. یک کسی رو که قیافش خیلی خوب در نظرم ولی اسمش یادم نمیاد ولی تو فرانکفورت میدونم خیلی هم میشناسن و عکاس فرانکفورت بود، خیلی نابهنگام رسید به من گفت سعید جون شنیدی؟ منم تو عوالم خودم بودم، داشتم میومدم آمریکا، اصلا قرار بود برم 2-3 روز دیگه بیام آمریکا، اصلا تو عالم این بودم که پول کیو دادم پول کیو ندادم، جنسامو چه کار کنم، اونو بگیرم اینو بدم. گفتم نه چی رو شنیدم؟ گفت فرخزاد رو. فرخزاد رو. گفتم چی شده فرخزاد چی شده؟ گفت کشتنه. من باور نمی، اصلا هر موقع یاد اون لحظه میفتم فکر میکنم مثلا خود دوباره دارم یه سکته دارم میکنم. بیشتر وقتی گزارش سال 1372 پلیس جنایی فدرال آلمان را درخواست کرده بودیم به ما گفتند این مدارک در جریان پاکسازی معمول بایگانی از بین رفته است. یکی از دوستان فریدون فرخزاد میگوید پلیس آلمان 1 سال قبل از قتل فرخزاد به او و دست کم 2 فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان اخطار داده بود که جانشان در خطر است. قبل از اینکه این اتفاق بیفته اطلاع داشتیم که 3 نفر رو میخواستن تو آلمان ترور بکنن، یکی آقای دکتر یمنی بود، یکی من بودم، یکی فریدون. از کجا میدونستید؟ اینو خود پلیس آلمان اومد به ما اطلاع داد که یه همچین چیزی میخواد بشه. تنها مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران نیستند که عوامل حکومتی را قاتل فرخزاد می دانند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد زمانی که در ایران بود در کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری به قتل فریدون فرخزاد با نام ففه اشاره می کند. گفته می شود 10 روز بعد از قتل ففه نیروی عملیاتی در یک جلسه در حالی که به شدت می گریست اعلام می کند شاه کلید به من گفت ففه را بکش، اما اینک به من می گوید
یک گزارش درباره علل قتل او تهیه کن. من دلیل قتل را نمی‌دانم. دستور شاه کلید بود که او را بکش. وقتی با مسئولین پرونده صحبت کردم آنها گفتند فیفه عامل ما بود و با ما همکاری داشت و کشتن او برخلاف برنامه‌های ما بود. حال اگر من بمیرم در آن دنیا جواب خدا را چگونه خواهم داد؟ من از هیچ یک از مواضع پیشین خودم عدول نکردم. اگر رادیکال تر نشده باشم محافظه‌کار تر قطعا نشدم. اکبر گنجی در این باره با ما صحبت نکرد و گفت هر چه که هست در آن کتاب هست. اما نام یک شخصیت دیگر نیز در میان ایرانیان با قتل فریدون فرخزاد گره خورده است. این فرد اکبر خوشکوش یکی از افراد باند سعید امامی، معاون علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و نویسندگان بازداشت شد و همان زمان این ویدیو از بازجویی او منتشر شد. در این مدرک که سازمان اطلاعاتی کانادا به دادگاه عالی این کشور ارائه داده، در پاسخ به درخواست منصور آهنی از اعضای جدا شده وزارت اطلاعات برای لغو حکم اخراجش از کانادا آمده است، منصور آهنی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای قتل آموزش دیده است. آهنی به دستگاه امنیتی کانادا گفته که اکبر سرگروه او بوده و از او به عنوان دوست یاد می کند که برایش احترام زیادی قائل است. منصور آهنی همچنین به سازمان امنیتی کانادا گفته که عملیات آموزش او با نظارت اکبر و چند نفر دیگر انجام شده و به او شیوه های ترور را آموزش دادند. اما در صفحه پنجم این مدارک نوشته شده در بهار 1371، یعنی حدود 3 ماه قبل از قتل فرخزاد، آهنی به زوریخ سفر کرده و با خوشکوشک به تنهایی ملاقات می کند. این مدارک از جمله نشان می دهد که اکبر خوشکوشک چند ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد در اروپا بوده است. اکبر خوشکوشک در گفتگوی تلفنی با ما اتهام دست داشتن در قتل فریدون فرخزاد را رد کرد و علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم لندن را به قتل فریدون فرخزاد متهم می کند. خب آقای خوشکوش باید این حرفا رو بزنه. من کسی هستم که چهره او رو به مردم شناسوندم، آشکار کردم، گفتم آقای اکبری، اکبر قصاب، اکبر چنگک چه کسی است. در حال میخوام بگم آقای خوشکوش نقش اساسی در کشتن زندیات فرخزاد داشت. آقای خوشکوش نقش اساسی در کشتن تعدادی از ایرانیان خارج از کشور داشت، به همین دلیل لقب فرنگیکار رو داشت. به این دلیل بود. اکبر خوشکوش همچنین مدعی می شود که فریدون فرخزاد از عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. شایعی که حتی بین بعضی از ایرانیان خارج از کشور هم پخش شده بود. این یه شیوه قدیمی دستگاه‌های اطلاعاتیه که اخبار نادرست پخش می‌کنن تا باعث سردرگمی مردم بشن، مردم کشور خودشون، دیگران و خلاصه هر کسی که بشنوه. فقط دروغ پخش می‌کنن، برای همین اهمیتی نداره. اگه درست باشه باید به شما اثبات کنن، باید اسناد و شواهد نشون بدن، باید نمونه ارائه بدن، باید یه گزارش رو کنند که فریدون نوشته و امضا کرده. این مسئله رو من چندان جدی نمیگیرم. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در اون روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه، کشور ما باید مثل فردا باشه. ابوالقاسم مصباحی میگوید بر اساس گزارش‌هایی که در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره قتل فریدون فرخزاد خوانده، قاتل از دوستان فریدون در لس آنجلس بوده.
یکی از کسانی که در لس آنجلس بود، همین مال سلطنت طلبها، حالا سوء تفاهم نشه، من حداقل میتونم بگم که این آقا خودشو قاطی اونا میکرد دیگه، حالا بقیهش رو من نمیدونم. ماشین فروش هم بود، یعنی ماشین نمایشگاه ماشین و اینا داشته. اون خودش به ایران پیشنهاد میده که اگر اون متوجه میشه از طریق همین آقای قدسی که هر کس که بخواد بیاد ایران به اموالش برسه، یه کار اینجوری بکنه، یه کاری بکنه که به اصطلاح اثبات بکنه که یک فردی هستش که دیگه به جمهوری اسلامی برگشته و توبه کرده، همه اموالش رو بهش میدن، کمکش هم میکنن. اونجا هم که هستش اگر به اصطلاح کار سازمانی و کار اداری داشته باشه، همه کار باشه انجام میدن. و اون خودش به آقای قدسی میگه که من میتونم چیزو آقای فرخزاد رو از بین ببرم، برای که با من خیلی خیلی دوست محصم میتونم برم تو خونهش تنها باشیم با هم و اینا. این که اینجا بودش اله بود و بله بود و ما با هم خیلی خیلی قاطی هستیم و ببین با چیز چی کار میکنی، اینو چی کار میکنی. که اون آقای قدسی با این با یکی از این ظاهراً فرش‌فروش‌هایی که توی فرانکفورت بوده و اینها، اون در ارتباط بود که تو می‌شناسی بچه‌ی سفارت و کسی اینا، که اون یه آقای غلامی رو می‌شناخته. آقای غلامی میگه، غلامی میاد به اصولی به رئیسش بوده میگه، اصولی به رئیس‌ترش که صابری باشه میگه. به هر حال بعد احساس می‌کنن که به هر حال دیگه حالا که آقای فرخزاد دیگه به اصطلاح نیروی نیستش که بشه ارتباطات جدید رو بهشون پیدا بکنه، بچه هم میره روی صحنه و اون شکلی به آقای خمینی و دستگاه و اینا اونجوری فحاشی میکنه و اونم به خاطر این بودش که ثابت بکنه که هنوز مقابل رژیم ایستاده، نه با رژیم کار نمیکنه. که به مثلا اکبر خوشکوش میگن که کیسو بگیر، و چون اون مسئولش تو وزارت اطلاعات بوده، کشتن به اصطلاح نیروهای بهش میگن سلطنت طلب. رضا فردی که آقای مصباحی او را به عنوان قاتل فریدون فرخزاد معرفی میکند. رادیو فردا منبع دیگری را برای تایید این موضوع پیدا نکرد. در این حال ما موفق شدیم نشانه های توصیفی آقای مصباحی درباره رضا را از طرق دیگر راستی آزمایی کنیم. رضا اونم باز من در ایران یه بار رفته بودیم ماموریت در آبادان، با بچه ها یه وقتی دوبه تعطیلی حوض کردیم که بریم خرمشهر و اهواز رو ببینیم. بعد رفتیم خرمشهر و اونجا رو گشتیم و دیدنی هاش دیدیم و قایق سواری و اینا. خب برای ما فان بود که از تهران رفته بودیم اونجا و ضعف خستگی. بعد شب رفتیم تیو هتلی که اونجا شام بخوریم و برگردیم یا بریم اهواز، که اونجا مدیر هتل اومد سر میز ما نشست و آقای رضا خب با ما اونجا آشنا شده، سلام کردیم و حتی پول شام هم نگرفت از ما، و ایشون صاحب اون هتل بود به ظاهر. دیگه ما از ایشون خبر نداشتیم تا زمانی که تلویزیون پارس با همکاری فریدون فرخزاد در امریکا شروع شد. یه روزی من دیگه یکی تلفن زد، گفت من فلانی هستم، من حقیقتش یادم نیومد. و دیدم که آره اومد به استودیو ما و سرودم همون آقای دیده بودیم و با فریدون فرخزاد رفیق شد و ظاهراً دیلر اتومبیل بود، ولی دیلر نبود بلکه دلال اتومبیل بود، یعنی مشتری پیدا میکرد میبرد برای دوستانی که دیلرشیپ داشتن. رادیو فردا در تماس با خانواده رضا از آنها پرسید او در زمان قتل کجا بوده. هیچ یک از این افراد به پرسش ما پاسخ ندادند. اما پیشتر یکی از اعضای خانواده رضا به ما گفته بود که او با فریدون فرخزاد دوست بوده است. رضا بعد از انقلاب از ایران خارج می شود. او مدتی در آلمان به سر می برد و سپس به آمریکا مهاجرت می کند. رضا در سال 1390 فوت می کند. توی ایران بهش به اون آموختن و حتی تمرینش دادن که اول اینکه بهش عنوان ابزار چیز قتل با خودش همراه نداشته باشه،
چون خود این اگه بعدم پیدا بشه و اینا ممکنه سرنخی بده و اینها. ثانیاً حتما از به اصطلاح وسایل تو خونه استفاده کنه، مثل چاقو آشپزخونه و فلان، این آموزشش داده بودن. و حتما ضربه اولا به نحوی بزنی که در گلو فرو بره، که اونجا دیگه بعد از اون به بعد هیچ سر و صدای زیادی نخواهد داشت مخدوم، و بعد به کار تموم بکنه. قسمتی از گزارش پلیس فدرال آلمان نحوه قتل فریدون فرخزاد را توضیح می دهد. بر این اساس قاتل یا قاتلان از دو چاقو برای قتل فریدون استفاده می کنند. یک چاقوی زامندار که از کتف چپ به پشت فریدون فرو رفته و روی بدنش باقی مانده بود، و یک چاقوی آشپزخانه که با آن به دهان فریدون ضربه زده شده بود. این چاقو در دهان فریدون باقی مانده بود. ولی شما توجه بکنید، این انقدر مورد اعتماد آقای فرخزاد بوده که حتی وقتی که وارد میشه و حتی وقتی که دست به جنایت میزنه، هنوز آقای فرخزاد در حالتی نبوده که حتی یه جیغ بکشه. شما، من گزارشاشو خوندم، هیچ کدوم از همسایه ها صدای جیغ هم نشنیدن. یعنی اینقدر بهش دوستانه رفتار میکرده و اینقدر بهش نزدیک بوده که وقتی هم که عملیاتش انجام داده دیگه کاری از دست آقای فرخزاد برنمیومد. روی این پله‌ها جای خون بود که پاک شده بود، به صورت پاک شده. گفتم مرداد، اینا جای خونه که پاک اومده بشه. گفت سرجا، ما پولیس نیستیم، این کار رو بذار به عهده پولیس. گفتم خب به هر حال من به نظر من این خود عادی نیست. سفارت ندونه یا نخوان بدونه که طبیعی، سفارت که خدا نیست یه سفیر تو اونجا که همه چیزی باید با اجازه او باشه. وزیر خارجش هم نمیدونه خیلی کارار میکنن، تو همه دنیا هم همینطوره. حالا CIA، من به شما قول میدم 80% از کارهایی که تو دنیا میکنه وزیر خارجه آمریکا نمیدونه. اصلا کلن شما اینو بدون که سرویسای اطلاعاتی کشورها عملیات تو کشوری میخوان انجام بدن، این وزارت خارجه و دیپلمات نباید بدونه، قانونشونه. As far as I know... تا جایی که من میدونم، منوچهر گنجی به مقام‌های آلمانی اخطار داد و چند بار هم با آلمان اومد. من چند بار در آلمان دیدمش و در پاریس هم چند بار باهاش ملاقات کردم. در واشنگتن هم باهاش دیدار داشتم. او به آلمانی‌ها هشدار داد، اما اون زمان هشدارهای زیادی وجود داشت، چون رفتار اطلاعات ایران به شدت قهرآمیز بود. دادگاه میکونوس رو که دیدیم، یا مصاحبه فلاحیان با تلویزیون رسمی ایران رو. فلاحیان گفت ما اجازه داریم که ایرانی‌هایی که دشمن ما هستند رو به قتل برسونیم، چون اینها شهروندان ما هستند و به کسی ربطی نداره اگر یک شخص ایرانی رو حذف کنیم. این به خود ما مربوطه. بنابراین برای اونها این یک مسئله داخلی بود. با توجه به حساسیت ایران و علی فلاحیان، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که معاونش سعید امامی مسئول قتل‌های سیاسی گسترده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در ایران است. علی فلاحیان بعد از ماجرای میکونوس به آلمان سفر می‌کند و با این فرد، برنت شمیت باهر، رئیس وقت اداره اطلاعات آلمان، دیدار می‌کند. بعدها علی فلاحیان به نشریه پنجره در ایران می‌گوید آقای شمیت باهر 6 یا 7 بار هم به ایران سفر کرده بود. در دهه 90 میلادی آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما منافع مشترک دو دولت به اینجا ختم نمی شود. جمهوری اسلامی از نفوذ خود بر حزب الله لبنان استفاده می کند تا گروگان‌های آلمانی را در لبنان آزاد کند. مثلا اینجا برنت شمیت باهر، رئیس اداره اطلاعات آلمان، در سال 1375 با حسن نصرالله دیدار می کند تا برای تبادل اجساد سربازهای اسرائیل و حزب الله مذاکره کنند. در این سالها چند گروگان آلمانی در لبنان آزاد می شوند.
از جمله توماس کمپنر و هاینریش اشتروبیک که 3 سال گروگان حزب الله لبنان بودند و 2 ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد آزاد می شوند. قرار بود در ازای آزادی آنها برادران حمادی از اعضای حزب الله لبنان که در آلمان به جرم هواپیما ربایی و آدم ربایی به حبس ابد محکوم شده بودند آزاد شوند. اما برادران حمادی بلا فاصله بعد از آزادی 2 گروگان آلمانی در لبنان آزاد نمی شوند. دو تا از حمادی ها در زندان های آلمان بودند. به همین دلیل در بیروت آلمانی ها رو گروگان گرفتند. اول یکی از کارکنان شرکت زیمنس و بعد هم یکی از شرکت هوکس که اون هم یک شرکت بزرگ مثل زیمنس. مذاکرات زیادی انجام شد و بیشترش هم با حزب الله نبود، بلکه با ایران بود، چون ایران بود که پشت این آدم ربایی ها بود. این افراد از اعضای سازمان عمل و حزب الله بودند. در طول سالیان موارد دیگری هم بود و در نهایت اشتروبیک و کپنر بودند. این ماجرا در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی به این گمان دامن میزند که معامله دیگری صورت گرفته. 4 تا آلمانی در لبنان حزب الله گرفته بود و اینا با هم یه معامله داشتند که اگر این 3 تا اتفاق بیفته اون 4 تا آزاد بشه، ولی خوشبختانه قبل از این برنامه اون 4 تا آزاد شدن. برای همین پلیس اومد سراغ ما 3 تا و اومدن از پلیس نوردن وستفالن و از پلیس بسیار شمال آلمان جنوب فرمان گفتن که یه همچین برنامه هستش. خواهش میکنم که چیه برنامه؟ که میخوان این شما 3 نفر رو میخوان به خاطر فعالیت هایی که چه کسانی رو اسم بردن؟ من و فریدون و با اون آقای دکتر که در مونیخ بود. منتها در دوره من کاری که من کردم که فیوزم پروندن آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس ها، من رابطه دستگاه های امنیتی رسمیش کردم. در دوره ماموریت من روابط بینده و فرفاسونگ شوت سازمان امنیت داخلی آلمان با وزارت اطلاعات ایران رسمی بود. یعنی معاونین وزارت اطلاعات رسما سفر میکردن. آقای فلاحیان بیتباور چندین بار رسما سفر کرد، رئیس بینده رسما سفر کرد، نمایندای دستگاه اطلاعاتی توی سفارت و توی سفارت آلمان بینده و اینا رسمی بودن. قشای معاون وزیر اطلاعات میومد، مدیر کل وزارت اطلاعات اومد، وزیر اطلاعات اومد، بیتباور رسما میرفت، رئیس بینده رفت چند بار، 2 بار 3 بار رئیس بیندرف. جوینت سکیوریتی ورکینگ کمیتی با هم داشتن. حسین موسویان در کتابش به ملاقات دیگری هم اشاره می کند. دقیقاً در روزهایی که فریدون فرخزاد خونالود از ضربات چاقو کف آشپزخانه‌اش افتاده بود، اصغر فخریه کاشان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره وامی به مبلغ حدود 5 میلیارد مارک آلمان که بالاترین وام بانکی ایران بعد از انقلاب است، در شهر بن به سر می‌برد. اولا کاشان که یه بار نیومد، کاشان 50 بار دوره من اومد. ببین یه وام که میخواد درست بشه 1 سال کار داره. این طوری نیست که یه نفر بلشی بیاد فردا امضا کنن که. نمیدونم ارتباطی وجود داره یا نه، اما نمیتونم حذف کنم همزمان که فریدون فرخزاد داشته جون میداده، آلمان میلیاردها مارک به ایران پول بده، اونم به مقام‌های دستگاهی که انگیزه خیلی زیادی برای قتل فریدون فرخزاد داشتن. وزارت خارجه و دولت آلمان نه یک بار منو احضار کرد، نه یک بار راجع به این قضیه از ما چیزی پرسید. اونی که دنبال می‌کرد من بودم. فقط به من میگفتن این ربطی به دولت ایران نداره، شما دخالت نکنید و السلام. ما در نامه‌ای به برنت اشمیت بایر رئیس پیشین اداره اطلاعات آلمان از او از جمله پرسیدیم آیا به حسین موسویان گفته است که برای آلمان مسجل شده که ایران در قتل فرخزاد نقشی نداشته، و همچنین آیا دستگاه امنیتی آلمان هیچ گونه اطلاعاتی به دست آورده که حاکی از نقش داشتن حکومت ایران در قتل فرخزاد بوده باشد.
آقای اشمیت باهر در پاسخ به پرسش‌های ما به نوشتن یک جمله بسنده کرد. در پاسخ به همه سوال‌هایتان می‌توانم بگویم خیر. در این مدارک پلیس جنایی فدرال آلمان یک موضوع عجیب دیگر هم دیده می‌شود. اینجا که پلیس نوشته فریدون در بازجویی درباره قتل اکبر محمدی، خلبان هواپیمای ربوده شده از ایران، به مأموران آلمانی گفته است که هماهنگی‌های لازم برای این هواپیما ربایی را او انجام داده. بر این اساس فریدون گفته که برای این هماهنگی 100,000 دلار از حکومت عراق دریافت کرده است. ما در طول تحقیقاتمان نتوانستیم نشانه ای از دریافت این پول از سوی فریدون پیدا کنیم. البته فریدون فرخزاد به پلیس آلمان میگوید با اینکه با کارمندان کنسولگری ایران در هامبورگ چند بار تماس داشته، اما محل آقای محمدی را به آنها لو نداده و نقشی در قتل اکبر محمدی نداشته است. حسین موسویان البته روایت کاملا متفاوتی با پلیس آلمان دارد. به ایدون میگو من هیچ دخالتی در روایش نداشتم. یه حرف خودش بود دیگه. من از اطلاعات ایرانم که پرسیدم گفتن بله برای ما مغرض شده که ایشو دخالتی در روایش هواپیما نداشته. پنج بار اصلا براق دیدن اسرای ایرانی در عراق، نه به دیدن صدام حسین. برای که من فکر میکنم اونه که در زمان بمباران ایران یار صدام حسین بودن، خائن به ملت ایران. من به حکومت کار ندارم، خائن به ملت ایران هستن. وقتی بمب رو سر مادر من میفته چطور ایرانی میره بغل صدام حسین ازش پول میگیره باهاش نمیدونم لاس سیاسی میزنه؟ به ظاهر آرام گرفتن پیکر فریدون بعد از قتل او هم به راحتی میسر نبود. مهرداد فرخزاد برادر فریدون برای خاک سپاری هم با مشکلاتی روبرو میشود. مهرداد تماس گرفته بود سفارت، اون موقع مسئولش میگم یه آقای رحمانی نامی، فکر میکنم رحمانی، بهش گفته بود نه هیچ ایرادی نداره، میتونید هم بفرستین ایران، اینجا هم بخواین دفت بکنیم اینجا دفت بکنیم، ولی زیاد سر و صدا را نندازید. اینو به مهرداد گفته بودم، زیاد سر و صدا را نیفته. اینو به مهرداد گفته بودم، مهرداد به من گفت. از سفارت هم اومده بودن، سفارت جمهوری اومده است. بودن یه چندتایی که بعد دیگه زود... از کجا فهمیدی اینا از سفارت؟ این معلوم بود، قیافه‌هاشون مشخص بود که اینا نمیتونن، چون من تمام بانی‌ها رو میشناختم، تمام این ایرانیایی که توی آلمان بود میشناختم، اینا معلوم بود که مال سفارت بودن و بعدم تا منو دیدن در رفتن. حدود 8 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد، خانواده او با یکی از وکلای معروف برای پیگیری قتل او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تماس گرفتند. روزی دوستم پوران فرخزاد به دفتر من آمد و از من خواهش کرد که وکالت قتل فریدون فرخزاد رو پیگیری کنم. من ازش پرسیدم چرا انقدر دیر به فکر شکایت افتادید؟ چون مدتی گذشته بود. گفت چون مسئله قتل‌های زنجیره‌ای مطرحه و این البته هنوز دادگاه شروع نشده بود و اینطور که میگن محاکمه‌ای برای قتل‌هایی که وزارت اطلاعات مرتکب شده مطرح خواهد شد و تو توی این پرونده وکالت داریوش و پروانه فروخر رو داری، من به این جهت مراجعه کردم که ببینم اگر میشه پرونده فریدون رو هم جز این پرونده مطرح کنی. اولین حرفی که به حس دادم این بود که به موجب قانون اولیا ادم بایستی وکالت بدن، مادر شما وکالت بده. گفت فکر نمی کنم، بودم به هر حال با هم صحبت بکنیم. بعد زنگ زد، چند روز بعد گوشی داد با مادرش من صحبت کنم. خانمی که مسن بود گفتش که من معتقد نیستم که
شکایتی بشه برای اینکه امیدوار به اجرای عدالت در جمهوری اسلامی نیستم. من دو فرزند از دست دادم و اگر پوران اصرار داشته باشه که دنباله این پرونده رو بگیره، من اون وقت برای بار سوم دادار میشم که تحملش از عهده من خارجه. در این سه دهه هیچ خبر یا گزارشی مبنی بر پیگیری رسمی قتل فریدون فرخزاد از سوی نهادهای حقوق بشری، گروه‌های سیاسی یا حتی دوستان و نزدیکان او منتشر نشده است. وقتی شما با دشمن تماس می‌گیری، پلیس هم شما رو زیر سوال می‌بره و دیگه امنیت شما براش حساسیتش رو از دست میده و حتی بعد از اینم که فاجعه رخ میکنه دیگه پلیس دنبال پیگیری که چی شده سرنخی رو پیدا کنه، همین سرنخ ها رو دقیقا میدانه. فریدون فرخزاد حالا برای بسیاری از ایرانیان نسل جدید قهرمان است، اما بعضی از افراد نسل خودش با او چندان همدل و همدم نبودند. جامعه روشنفکری ایران به طور کلی زیاد با فریدون فرخزاد میانه خوشی نداشت. شما اگر توی مهمونی فریدون فرخزاد یا در یک جمعی فریدون فرخزاد رو میدیدین، همه جوان‌ها دورش حلقه میزدن، آدم‌های میانسال و سالمند یه گوشه دیگه بودند و با غیظ به او نگاه میکردن و اگر چیزی هم به فریدون فرخزاد میگفتن، او بلافاصله به شدت پاسخشون رو میداد. و بدون هیچ رودرواسی آبرو و عزتشون رو میبرد. بنابراین فریدون فرخزاد از سوی اونها تا اندازه زیادی مورد کم توجهی قرار می گرفت. من از زشتی به زیبایی رسیدم، چو در ظلمت فتادم نور دیدم، که ظلمت خود شرابی کهنه دارد، چراغی در درون کهنه کارد، چراغی که زیارتگاه عشق است، پیام سعدی از خاک دمشق است. بدینسان عمر را آغاز کردم، که شب را با کلیدی باز کردم، چو خود را در درون خیش دیدم، خود خود را ز خود بیرون کشیدم. منی اندر میان من نهان بود، که غیر از من و غیر از دیگران بود. من ارزیابی خودم این استش که دستگاه اطلاعات آلمان میبایستی اطلاعات دقیق تری داشته باشه از قتل فرخزاد، ولی خب رو نمی کنن به دلایل مختلف، از جمله یکی از دلایلش این استش که اگر اطلاعات لازم رو در رابطه با قتل فرخزاد در اختیار دادستانی بذارن و دو مرتبه پای جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و نهادها و سازمانهای مربوط به جمهوری اسلامی مطرح بشه، دو مرتبه یک جنجال بسیار بزرگ خواهد شد و این موجب تیرگی روابط آلمان و جمهوری اسلامی خواهد شد و در شرایط کنونی دولت آلمان همچین علاقه به این مسئله نداره. در گذر سه دهه از زمان قتل فریدون فرخزاد، مدارک زیادی در این باره از بین رفته است و شماری از شاهدان این داستان تلخ دیگر در میان ما نیستند. بلاکی و برفی، سکهای فریدون و تنها شاهدان شناخته شده قتل او دیگر نیستند. فریدون به شوخی میخوند هر موقع که دور هم بودیم، میگفت سگ چه میدونه جمهوری چیه، سگ طرف داره باغ ملیه، سگ چه میدونه جمهوری چیه، سگ طرف داره باغ ملیه. فریدون که از این نیست که میداد به من فروغوس هایی دست و دمیه میداد بعد پوران همینطور، کوری هم همینطور خیلی رسی میکنه. توران وزیری تبار، مادر فریدون، 9 سال بعد از قتل پسرش درگذشت و از جمله کسانی که برای اولین بار بعد از قتل فریدون وارد خانه او شدند و پیکر او را به خاک سپردند هم دیگر نیستند.
مهراد فرخزاد، برادر کوچک فریدون، سال 1398 در تهران درگذشت. سعید بهنژاد، دوست کودکی مهرداد و از آخرین بازمانده های کوچه خادم‌آزاد تهران، هم یک سال بعد از قرار گرفتن در مقابل دوربین ما و ساعتی بعد از دومین ملاقاتمان در سال 1399 در شهر بن درگذشت. امروز حدود 30 سال از قتل فریدون فرخزاد می گذرد، اما همچنان پرسش‌های بی پاسخ زیادی باقی مانده است. فریدون فرخزاد با همه تفاوت‌ها و تناقض‌هایش فقط قربانی اربابان قدرت نشد. او به گواهی یادداشت‌های بر جای مانده‌اش شاید پیش از قتل قربانی داوری‌ها شد. چقدر شاکی داشته ششون در لس آنجلس؟ 40 تا داشتن. و چیزی که خیلی جالبه برام اینی که از این 40 نفر چند تاشون اون روزی که مراسم براش گذاشته بودن برای توی بس فود مشکی پوشیده بودن و براش گریه می‌کردن. کسی که باز کاردان میگوید آدمی با سواد، شومنی، تاپ، اون بالا وایساده فریدون پایین آمدنی نیست. من به نواهایم خواهم گفت افتخار میکنم دوست فریدون بودم، با اون بودم و در این غربت ما را تنها نگذاشت، ما هم اون را تنها نمیگذاریم. حیرت انگیز است پذیرفتن این امر که من و تو اجازه داریم هر کس را تا زنده است هر قدر میتوانیم و تا آنجا که از دستمان برمی آید آزار دهیم، خار کنیم، به انتقادش بنشینیم، مورد ایراد قرارش دهیم، رفتارش را مسخره کنیم، به او انگ و برچسب روا و ناروا بزنیم و داوری کنیم و داوری کنیم و داوری کنیم. بسا بدتر از این هنگامی است که آن دیگری ناگهان از میان ما می رود، یک باره همه چیز دگرگون می شود و صفحه بر می گردد. دوست من، هموطن من، عزیز من، مأمور تفتیش عقاید نباش و آنان را به جرمان که جلو می آیند حرف می زنند، شهامت و خرج می دهند، می گویند، می نویسند، می خوانند و بازی می کنند و لاجرم اندیشه می ورزند مستوجب عقوبتی سنگین ندان. این را برای خود تو می گویم، برای پشیمانی بعدت می گویم، وگرنه کسی که جلو می آید وارد میدان و گود و صحنه می شود و خیشتن را در معرض دید همگان قرار می دهد، از همان گام نخست خود تیر خلاص را به سوی خیش رها کرده است. زنبیل با من تو اتاقی من نشسته بودم و گریه میکردم، تو اتاق خواب مادرم گریه میکردم و کلمش هم احمق جون بود، یعنی همیشه گفتم احمق جون، تو احمق جون چرا گریه میکنی؟ گفتم که برای که وقتی پنجره نگاه میکنم باقی رو که فکر میکردم باقی حیات میبینم، اتاقا رو خیلی بدبخت و کوچیک و تمام بچگی هم از یه نفت و چیزی به نام این روزگاری که ما با هم بودیم و بازی میکردیم و مدرسه میرفتیم خیلی نیست و قصن از اینه که چی شد؟ بچگی چی شد؟ بازی ها اینا و فکر میکنی من چی کار میکنم وقتی که میخونم یا من هم میشتم صحبت ها و همه فکر تو رو میکنم بعد تو چی فکر کنیم؟ بذاری یه چیزی زیاد یاد بدم که برای زندگی آینده شاید درسی باشه که اتفاقا وقتی به تقلید آمدم این درس رو به یاد آوردم و تجربه کردم و به کار بردم گفتش که اگر تو خود زندگی موفق باشی سعی کن دور خودت یک دیوار بسازی، توی این دیوار تک و تنها زندگی بکنی
چون همیشه تنها هستی، حتی که جفت داشته باشی، حتی که عاشق باشی، همیشه تنهایی. توی دیوار تنها باش، ولی تنهایی رو حس نکن، نذار این حس به تو غالب بشه که تنها هستی. بذار حس کنی که تو یار خودت هستی. نگاش کردم به گفتم تو خودت میتونی کار بکنی که من یاد میگیری. مفردی خیلی مشکله، ولی دارم سعی میکنم. Es ist also die Begleiter in der Tanzwerk und das war genauso, weil ich sehr gut dabei war. Die sind ganz ruhig hin mit dem Sarg, ist auf einmal ein Mann gekommen, hat also dreifarbige Flagge, das ist unsere Flagge, rot, grün, weiß, hat das rausgeholt aus seiner Tasche, hat über den Sarg gezogen. اکنون سکوت من علامت انتحارم نیست، قلبم اگر شکست لحظه مرگ کارم نیست. ایران همیشه هست، هم کجا که سلامی هست، در روان سلام از شرافت پیامی هست. هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی. من فکرم وقتی برای ایران میخونم ارزش بیشتری تا من دو تنبان داره. هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی. منم Say it.